بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که آخر هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، هفته خوبی رو شروع کرده باشید و بهتر هم به پایان برسونید. والا ما گیج شدیم، نمیدونیم هفته رو کی شروع میکنم. شنبه بود ایران، اینجا یک شنبه است و ما ایرانی ها اینجا دوشنبه رو اولین روز هفته میدونیم. در صورت همه چیز قراقاتیه، مهم نیست، هر جوری که شما راحتید، هر جوری که شما دوست دارید و خیلی نگران این که فلانی چی میگه و فلانی به اصطلاح ما باید مثل اون باشیم نباشید، خودتون باشید راحت و آسوده. ممنونم از علی آقای عزیز که برای ما این تاریخ ها رو مینویسه و امروز 24 اکتبر سال 2016 میلادی است و برابر با سوم آبان ماه 1395. بذارید به دوستان طرفدار پادشاهی که یکشون امروز ساعت 3 بعد از ظهر میاد و با شما صحبت میکنه، آقای سعیدی از واشنگتن. ما واشنگتن دی سی هستیم که همانند دیزیه، همه چی قرقاتیه، همه مشکلات دنیا، همه پدرسوختگی ها اینجاست و ایشون واشنگتن اون ورن. واشنگتن غرب خیلی جای قشنگ و خوبی و پر از ماهی و دریا و اینها. در صورت از اون طرف آمریکا به حکم و معجزه اینترنت و تلفن و اینها با شما صحبت میکنن درباره چند تا سوال که هفته گذشته یکی از دوستان پرسیده بود و ایشون هم پاسخ دادن. باز تشکر میکنم از خانم ماندانای عزیز که ایشون آمدن صحبت کردن و نیر خانم هم لطف کردن و نوشتن که اونها قرار بوده روزی 300 تومن بگیرن ولی ننوشتید کی، نه من متوجه شدم، وقتی هم برای خانم ماندانا فرستادم ایشون نوشتون من اصلا نمیفهمم منظور خانم نیر چه کسی است که قرار بوده روزی 300 تومن بگیره. آقای سعیدی، شما اگه برنامه من رو میبینید لطف کنید ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ما که میشه 12 ظهر کالیفرنیا، احتمالاً واشنگتن هم همونه دیگه، چون آمریکا انقدر بزرگه که از این طرفش تا اون طرفش 6 ساعت اختلاف زمان داره. یه دفعه ما اینو گفتیم، یکی گفت آقا دیدی من میدونستم تو بی سوادی، گفتیم بفرمایید ببینیم چی گفتیم، گفتیم دو تا 64 تا، گفت نه این ور آمریکا با اون ور آمریکا 3 ساعت اختلاف داره، تو میگی 6 ساعت. من گفتم اولا من میخواستم ببینم که فضول من کیه، بعد میخواستم ببینم خوابی یا بیدار، دوما اگه تو سواد داشتی میدونستی که این ور آمریکا واشنگتن شرق، وقتی میری غرب میری اون ور آلاسکا و هاوایی، هاوایی 6 ساعت با ما اختلاف زمان داره. در اصل خیلی چیزها هست ما نمیدونیم، فکر میکنیم میدونیم. خیلی ها هستن حالا یا از قیافه من خوششون نمیاد یا از لهجه من خوششون نمیاد یا از رکگویی من خوششون نمیاد، ولی آدم های ترسوی هستن، آدم های بزدلی هستن، یواشکی ترسناک میان یه پیامی میذارن در میرن. قولتون میدم اون موقع ضربان قلبش هم تازه رسیده به 200. آخه چه فایده، من که شما رو نمیشناسم، چون فکر میکنم آدم پس فطرتی هم هستی و آشغالی، پیامت هم میندازم تو آشغالدونی. حرف سعید گوش میدم، میگه آشغال متعلق با آشغالدونیه، اگر اشکالی میبینی قشنگ بیا مثل آدم صحبت کن، بگو آقا اینجا شما گفتی اختلاف 3 ساعته، اختلاف نمیدونم 6 ساعت، یا 2 ضرب در 2 میشه 4، 2 به علاوه 2 هم میشه 4 و الی آخر. بعد مردم هستن که قضاوت میکنن که کی درست میگه کی غلط میگه. حتما دیدید خیلی از این مصاحبه ها و اینها وقتی به یکیشون میگیم بیا، میگه که نه آقا من نمیام، ایشون نمیدونم سوادش به اندازه من نیست. میگم آقا بهتر وقتی سوادش به اندازه شما نیست، شما میتونی همون 10 دقیقه اول پیروز بشی، غالب بشی، و مردم هستن که تصمیم میگیرن، نظر میدن که سواد این بیشتره یا سواد اون. خب خیلی خوشحالم که اعلام کنم 2 هفته و 1 روز دیگه، یعنی 15 روز باقی مونده به انتخابات آمریکا. باز خیلی خوشحالتر هستم
که اعلام کنم بنده در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا شرکت نمی کنم، به همون دلیلی که در انتخابات ایران شرکت نکردم و نخواهم کرد، چون اینجا خود نماینده میگه ریگ یعنی دستکاری شده، سرهم یعنی تقلب کردن و اینها. در هر صورت بعد من تازه میبینم اصلا رأی ما نقشی نداره، بی خوده. بعد برید جورج کارلین رو نگاه کنید، روی فیسبوک هم گذاشتم، ضمناً صحبت از فیسبوک شد، اجازه بدید همین الان صفحه فیسبوک مردم تیوی رو با صفحه شخصی خودم شیر کنم، چون الان اینجا داره پخش میشه زنده، بذارید به شما هم نشون بدم. شاید یه وقتی شما هم گفتید ای بابا سوربی این همه میگه، خب ما هم یه کاری بکنیم. آخه تا کی میخوایم همیت نداشته باشیم؟ همیت اینو تو ارتش ما یاد گرفتیم، میگفتن همیت قسمتی اگه اشتباه نکنم، که یعنی تو برای گروهان تو، گردان تو، اینها همین هست. مثلا ما میگیم آقا وطن پرستی، وطن دوستی همینه. مثلا شما ایران رو دوست داری، ولی اگر پاتو گذاشتی از ایران رفتی اون ور شد افغانستان، شد پاکستان، اون وقت باید با اونا دشمنی باشه. نمیدونم، در هر صورت اینم از این بود. اهمیت، برگردیم به اینجا، مهم بودن، اهمیت داشتن. کلمه اهمیت اگه یه الف بذاری جلوش میشه اهمیت، فکر کنم اینه، از اونجا میاد. در اصل میبینی الان اینجا سوربی میای یکم پایین تر، این برنامه زنده است، داری میبینی کوچلوارش، کوت هم نداره بیچاره، جلیزغش مثل منه، اینجا میزنی شعر، ببینی شعر، میگه با کی میخوای شعر کنی؟ میگی با صفحه خودم، شعر on your own timeline. میگی چی میخوای بنویسی؟ میگم میخوام بنویسم سوربی با مردمی که دانا هستن، آگاه هستن، ترسو نیستن، بزدل نیستن. مهم نیست که شما با لهجه داشمشتی صحبت کنی، شما اگر داش بودی، داش اولا فکر کنم یعنی داداش، مشتی یعنی مشهدی، یعنی اگه شما نمیدونم اصلا یه آدم، یه جاهل، هم کلمه جاهل خوبه، جاهل، جهل، نادان، بمانم، نه ارزش پاسخ دادن نداره. بریم سراغ برنامه امروز و ببینیم این دوستمون چی میگه. بذارید ببینم، یه خانمی هم پیغام گذاشته، بذارید ببینم ایشون همون هست یا چی میگه. الو آقای سوربی، سلام، درمان هست؟ بله بله، خیلی ممنون، متشکرم. من یک یا دو پیام دیگه هم از شما گرفتم و بله، این جمعه یعنی امروز اگر 24مه، 28م با آقای دکتر نصر احمدی خواهیم بود از طریق تلفن. امیدوارم تا اون روز ایشون اسکایپش هم درست بشه، چون دیدم یه مقداری فعالتر شده روی فیسبوک، روی اسکایپ، اینها روی اسکایپ ندیدم، و امیدوارم بتونم با اسکایپ ایشون رو داشته باشم، چون حسن تلویزیون اینه که شما ببینید اون صورت طرف، چشم طرف. الان این روزا دیگه میگه وقتی شما میخوای بری گواهینامه بگیری باید یادتون وقتا میگفتن عینکی ها باید عینک بزنن که پلیس وقتی میگیرتش اگه عینک رو چشمش نیست بهش بگه که تو باید با عینک رانندگی کنی، که این روزا با وجود این کانتاکت لنز و این چیزای دیگه اصلا این برچیده شده. حالا چون دستگاهایی هست که از روی مردمک چشم شما رو میشناسه، مثل اثر انگشت، گفتن که دیگه دی ام وی که میری، اداره راهنمایی رانندگی، شما حتی اگر باید عینک بزنی رانندگی کنی، ولی اون عکس رو باید بدون عینک بدی. حالا بعد چهار روز دیگه عوضش میکنن، یه چیز دیگه میگن. ولی راجع به این که مردمک چشم و اینها، دیشب تو تلویزیون میگفت که شما میدونید که تلفن‌های جدید دستتون رو میذارید روش، این اثر انگشتتون رو که قبلا بهش دادید باز میشه، میگه این رو میفرسه برای دولت. یه فیلمی من دیروز دیدم، خدایا پیانا اجازه بدید، اینایی که توهم بهشون دست میده و اینها و نشون خیلی ترسناک. البته میدونید حسن فیلم سینمایی اینه که چیزا رو به اصطلاح با اغراق به من و شما نشون میده که بیشتر و جالبتر بشه. بذارید من ببینم کلمه یعنی اسم فیلم رو پیدا میکنم. پارانویا، بله، پارانویا. بذارید بهتون نشون میدم، هریسون فورد و دو سه تا هنرپیشه خوب داخلش بودن. پارانویا 2001،
2013 ساخته شده و ببینین What's Paranoia، این داره توضیح میده پارانویا چیه، ولی این پارانویا 2013 An entry level employee at a powerful فلان mind meta mental این فیلم هست پارانویا. پارانویا میگه یه چیز منتالی، فکر کنم نزدیک به اون چیزی میشه که مثلا مثل مالیخولیا یا توهمات، نمیدونم. در اصل میدونید ما وقتی میایم اینجا، مثلا منی که سنم بالا بوده 30 سال بوده اومدم اینجا با اون بچه‌ای که دختر من 1 سالش هم نبوده، پسر من 6 سالش هم نبوده که اومدیم اونجا، انگلیسی که ما میفهمیم و درک میکنیم فرق میکنه با اونا. ما میفهمیم، امورمون هم میگذرونیم، با وجودی که یه نسلمون هم هنوز اینجا نبوده از آمریکایی‌ها موفق تریم. ولی وقتی میرسه مثلا به این کلمه پارانویا، وقتی من بهتون ترجمهشو میگم، توهم، ترس، نمیدونم چیزا، شما ممکن بگید آقا توی دیکشنری نوشته این، هر چیه اسم فیلم انگلیسی پارانویا هست. بذارید بهتونم نشون بدم، هنرپیشه‌های معروف و خوبی داخلش هستن، حتما این فیلم رو ببینید. این فیلمی هست که یه مقداری زندگی امروز من و شما رو به اصطلاح نشون میده و آورده توی سینما، نشون میده که طرف برای که موفق باشه و چیز باشه چجوری مجبور میشه از یه شرکت دیگه برای یه شرکت دیگه جاسوسی کنه. اینه پارانویا. بذارید بازم یه کمی دیگه این اسمش رو بیارم بالا، شما نگاه کنید. این فیلم ها رو فکر کنم من آن دیمند، من سرویس ورایزن دارم آن دیمند. دیروز کار ویدیویی داشتیم، یه مقدار ساعتایی باید می نشستم، هیچ کاری نمی کردم، به جای که هیچ کاری نکنم یا راه میرم یا چیز گوش میدم، به اصطلاح فیلم نگاه میکنم. وقتی راه میرم روی تلفنم تلویزیون مردم رو دارم، WTOP نیوز رو دارم، سی اسپن رو دارم، چند تا رادیوی دیگر رو دارم، از همین آدیو ناو زنگ میزنم، گوشی هم تو گوشم و راه میرم و میشنوم. وقتی که یه جا نشستم، اون وقت از دستگاه های، از همه دستگاه های این روزا شما میتونید تلویزیون نگاه کنید، از آیپد، از تلفنتون، آیفون و اینها، اون سرویسی که دارید با کیبل، ورایزون، دایرکت تی وی یا هر چیزی میتونید فیلماشون رو اونجا نگاه کنید. بهش میگن آن دیمند. آن دیمند یعنی چیزی که مثلا شما درخواست میکنید، اونا گذاشتن اونجا، بهش هم میگن ویدیو آن دیمند. این هم از این ماجرا. و اما خب بذارید ببینیم که برای شما چی گذاشتیم. امروز یه صحبتی رو من میخوام شروع کنم، ممکنه بعضی از شماها یه مقداری اولی که من اینو میگم بگید آها دیدی گفتم این سوربی مأمور جمهوری اسلامیه، دیدی بهت گفتم این دو تا بنز نو داشت که آمد با تلویزیون های ایرانی شروع کرد، الان یه جی ام سی جیمی 2016 ساله میرونه که قیمتش 2000 دلار. اون موقع من 100 هزار دلار ماشین فقط داشتم، حالا 2000 دلار. ولی اونی که میخواد بگه بگه، بذارید بگه دیگه، چیکارش داری؟ این از یکی از چیزایی که من میخوام صحبت کنم، چندین بار راجبش صحبت کردم، این آقای مرحوم شجاع‌الدین شفاعی. خوبه، همه زندگی ما تو برنامه‌های تلویزیونی مرحومم، مرحوم شاه، تولدش فردات حتما جشن میگیرید، 4 آبان. مرحوم رجوی رهبر سازمان مجاهدینیه که 50 سال 120 هزار کشته داده و هنوز هیچ برنامه‌ای نداره. باید با اسمای قلابی، وبسایت‌های قلابی نامه بنویسن، بلکه شما گول بخوری بری تو تظاهرات. و اما مرحوم شجاع‌الدین شفا، این یکی دیگه، اون وقتا میگفتن چه طلای پاکی، این دیگه خیلی طلای پاکی هست. این رو آقای علی شیرازی برای من فرستاده. علی شیرازی بعضی وقتا وقتی یه چیزایی رو میفرسه مینسه لطفاً از اسم من استفاده نکنید. حالا من نمیدونم مال قبلی ها بوده که براش فرستادن یا مال خودش بوده. تا اون جایی که من میدونم علی شیرازی که یک فامیلی دوری هم با ما داره، آدم بسیار خوبی هم هست، پدرش هم شخص معروفی بوده و اینها، ترس و واهمه ای نداره. چرا تو ایمیلاش مینویسه لطفاً اسم من را ننویسید و ارسال نکنید و اینها؟ این برای چیه؟ تا کی ما میخوایم بترسیم؟ نفر قبلی برای شما این کار کرده، خب اگه اون میترسه شما نترسید،
شما اون قسمت رو بردارید. حالا میایم بریم سراغ مرحوم شجاع الدین شفا. میدونید که میگن اون کسی که کچله بهش میگن چی؟ زلفلی. اون که کوره بهش میگن نمیدونم چراغلی. در هر صورت این آقای شجاع الدین شفا که نه کسی رو شفا میداد، نه شجاع بود، خیلی ترسو و مریض حال بود، اسم شجاع الدین شفا. نوشته که یک ایرانی از آن جهت مسلمان است که پدرش مسلمان بوده، پدر او نیز از آن جهت مسلمان بود که از پدری مسلمان به دنیا آمده و پایان این خط زنجیر به زرتشتی فلک زده‌ای میرسد که در زیر شمشیر عرب لبیک گفته بود بدون آنکه حتی معنی آن را دانسته باشد. گفته‌های ماندگار شجاع الدین شفا در کتابی به نام تولد دیگر. حالا شما اینو داشته باشید، اولا این آقای دانشمند مرحوم ما درست این آخونده، درست این اون شیر گفت از کرامات شیخ ما چه عجب شیره را خورد و شیرین است، از کرامات شیخ ما این است، از کرامات ما شیخ ما چه عجب مشت را باز کرد و گفت یک وجب، فکر کنم از کرامات شیخ ما این است شیره را خورد و شیرین است. این شجاع الدین شفا که من تا حالا از هر کی پرسیدم آقا ایشون قبل از انقلابم دانش داشت، شعور داشت، فهم داشت، یا دوران شاه این رو هم خفه کرده بود و با خودش میبرد مکه و مشهد و این برون بر. معلومه که ایشون رو هم خفه کرده بودن یا به ناب پول و مول و اینها ایشون صداش در نیومده. یک شبه انقلاب که شد اینها همه پروفسور شدن، دانشمند شدن. خب این که خانم نیه شما میگی بدی شاه رو نگو، اولا وقتی میگی بدی شاه رو نگو یعنی شاه بد بوده، من فقط نگم به مردم. اگر چیزی رو من دروغ میگم، اشتباه میگم، شما بیا بگو که سربی اینجا که میگی شاه و پدرش بد سیستمی داشتن که آدمای بزدل و چاپلوس رو نگه می‌داشتن، آدمای دانشمند و دانا و به اصطلاح بیباک رو رها می‌کردن یا دور می‌کردن از خودشون. خب شما اینو بگو و مردم هم نگاه می‌کنن می‌بینن آقا هر چی دزد و پدر سوخته و بی سواد بوده وایساد، هر کسی سرش به تنش می‌ارزید و آدم بود و با شرف بود یا بیرونش کردن یا زندانش کردن، ما نمی‌خوام بگیم کشتن، یا خودش رفت گفت آقا نخواستم مردم از بس به این احمقا گفتم. شما اینجوری بیا بگو، ولی نه خانم آقا بدی شاه رو نگو یعنی شاه بد هست، من فقط نقل قول نکن. خب بیان سراغ این آقای شفا. برنامه های آقای مینویی رو نگاه کنید. آقای مینویی میگه مسلمونی بده، چون توی مسلمانی میگه خب الان هرچی سرت اومد تو اون دنیا بهشت بهت میدن، قضا بود، قدر بود، سرنوشت بود، ولی زرتشت خوبه. زرتشت میگه باید بسازید، آباد کنید، اگر دشمن اومد جلوش وایستید بگید این مال منه، نمیدم پدرشو در بیارید. آقای مینوی عزیز قربونت برم که هفته قبلم مشکلی داشتی نتونستی برنامه اجرا کنی، گفتی نمیرسم، شما دو چهارشنبه برای من و دیگران توضیح بده این چه پادشاهی بوده، این چه سربازانی بوده، این چه مؤمنین به زرتشتی بودن که 4 عرب پابرهنه پاپتی بی فرهنگ بی تکنیک جنگی آمدن توی خونه خودشون به زن و بچهشون تجاوز کردن، دینشون رو هم غالب کردن، چیزاشون رو گرفتن بردن، بعدم گفتن تو اگه منو دیدی سواری پیاده شو، تو اگه دیدی نمیدونم فلان اولاغتو بده من و الی آخر. عزیز من آقای مینوی نمیخونه این چیزایی که شما میگید، خوبه اگه وجود داشت بهش افتخار کنید. آقای حسن فیروزی که هفته قبل اینجا بودن 3 برنامه هم داشتن، حتما برید ببینید توی یوتیوب و وبسایت به اصطلاح کانال مردم تیوی اینها، ایشون درست میگو آه تازه اگرم بودن گذشته بوده، ما به گذشته افتخار کنیم که چی الان چی هستیم، الان چه کار هستیم. این آقای شیخ خود شفا شجاع الدین شفا آمده، خب الان میشه گفت 99% تمام اینهایی که به دین یا مذهبی پایبند هستند و علاقه دارن، اینها به این دلیل اون دین رو دوست دارن که یا پدرشون یا مادرشون یا تو اون خانواده به اصطلاح بودن. ممکنه 1%ش
رفته باشه تحقیق کرده باشه، یا بیدین شده باشه، یا دینشو از این دین به اون دین عوض کرده باشه. شما حالا سخنهای ماندگار، گفتهای ماندگار، آقا این حرفا چیه علی آقا، جونم، عزیزم، همشهری، کاکو جون، اینا یه مش آدم پدر سوخته، چاپلوس، نوکر صفت. بابا نوکر صفت. ببین ما بعضی وقتی هم خواهم فوش بدیم میگید مرد که حیوان. والا حیوان آدم جاندار خوبیه. این نمیشه به اینا بگی حیوان. یا میگیم نوکر صفت. بابا نوکر یا نوکری شغل خوبیه. یعنی شغل شرافتمندانه است، در مقابل حقوق یا دستمزد کاری انجام میده که صاحب خونه روز اول بهش گفته آقا شما اینجا نوکری، نمیدونم درو باز میکنی، مردم که اومدن میشینن اینجا براشون چای میاری، زور که شد از آشپزخونه میری برای ما نهار میاری. ما متاسفانه همین فرهنگ غلطمون یه دفعه یک کسی رو چاپلوس و پدرسوخته و دزد رو میکنیم دانشمند، بعدم خودمون نمیدونیم این چی گفته که حالا ما دنبالش بریم. چی گفته این علی آقا که اینو برداشتی برای دوستات فرستادی؟ چی گفته این که شما، میدونم ممکنه شما اینو درست نکرده باشی، گفته های ماندگار. ماندگار تا کی؟ تا یه شاه بعدی بیاد، بعد اون شاه از ترسش بره مشهد، اون شاه از ترسش وقتی سوار نوترین بهترین هواپیمای آمریکایی میشه باز یه آخوندی تو گوشش سوره نمیدونم چی خونده باشه و انیکات خونده باشه تا بره، بعد اینا هم بلندشن همراهش برن عربستان سعودی و همراهش برن نمیدونم مشهد و اینها. این پس ماندگار نیست. چرا گول خودتون میزنید؟ حالا بریم از این بهتر میشه، یکم صبر کنید. خب نوشتن که، یا یه دوستی نوشته، این دوستانی که هی میگن ما میخوایم زبان پارسی اصیل صحبت کنیم، اصلا خبر دارن که یه زبانی به نام زبان پهلوی هست؟ میدونه دیگه، اونایی که زبان شناس هستن، یه زبانی به نام زبان پهلوی. ایشون اول برای من یه ویدیوی فرستاد که آقا اینا به زبان پهلوی صحبت میکنن، شما به من بگو اینا چی میگن. گفتم والا من فقط خنده هاشون رو فهمیدم، از صحبت هاشون باور کن یه کلمه هم نفهمیدم. اگه عربی صحبت میکردیم با چهار تا کلمه میفهمیدیم. برای من حالا اینو نوشته، نوشته من پس از انتقال به اینجا، ایشون در کشورهای عربی زندگی میکنه، این لهجه را یاد گرفتم. دوستی با من سالها پیش به تهران سفر کرد، پروازمان عقب افتاد. در فرودگاه تهران با یک کارمند صحبت میکرد، ملاحظه کرد کارمند فرودگاه سخنانش را اصلا نمیفهمد. از او پرسید مگر شما فارسی سخن گفتن مرا نمیفهمید؟ کارمند گفت اگر فارسی صحبت کنی میفهمم، ولی این زبانی که تو صحبت میکنی من نمیفهمم. در مناطق دوردست ایران که صفوی ها نرسیدند و مردمش سنی هستند، همه این لهجه را دارند. کلمه ها فارسی اصیل است یا فارسی اصل است. متاسفانه در اینجا خیلی کلمه های عربی در زبانشان هست. شما این کلمه هایشان را در شاهنامه میخوانید. ممنونم از این دوستمون. و اینجاست میگه که حالا خوب گوش کن، این آقایان به لهجه پهلوی صحبت میکنن. آیا شما این لهجه را اغلب در جنوب فارس و بخش های دوردست سنی مذهب با آن صحبت میکنند آشنا هستی؟ والا من میرفتم اون وقتا بندر عباس، مینا، لار، لامرد و فکر میکردم اینا یه مقداری زبان عربی صحبت میکنن، چون این لباسی که میپوشیدن، اون دشداشه و این دستار، میگن این چیزی که به سر میبندن، اگه به سر میبندن چرا بهش میگن دستار؟ دستار. ببینیم دوستان، شاید شماها یه چیزی بفهمید از این ویدیو. اجازه بدید دوستان، تو رو به جدتون وقتی ویدیو میگیرید این تلفنتون رو از اینوری بگیرید، نگاه کنید، من الان بهتون نشون میدم، اگه تلفنتون رو درست از اینوری بگیرید تمام این صفحه فیلم شما نشون داده میشه، ولی به خاطر اینکه تنبل هستید و فقط مستقیم میگیرینش، یعنی عمودی نگهش میدارید، ببینید چقدرش پیدا میشه. یعنی اینجا سیاه، اینجا سیاه، در صورت که میتونستید تمام این صفحه باشه و قشنگ. خب اولا این دوستمون که مثل آقای پرویز کاردان، مراد برقی خودمون، زلفلی هست. خب ببینیم حالا چیه اینجا. ببینیم اینا که میگن شما چیزی میفهمید؟ من ببرم براتون
روی کامرای دو و این هم ویدیوی اینها رو روشن کنیم. بفرمایید. خب دوستان همینه، تا آخرش هم بری یه چیزی مثل همین خنده ها رو فقط میفهمیم و ماشاءاللهی که گفت و اولی که گفت و که اینم تازه دوستون میگه این زبانه زبان پهلوی نیست، توش فارسی هم آمده. حالا اینم برای یه بحثی دیگه. و اما یه دوستی داریم به نام شهرام، خبرهای خوبی میفرسته ولی بیشتر میبینم خبراش از ایران پرس نیوزه. این ایران پرس نیوز من نمیدونم مال کی هست، خطش چیه، صاحبش کیه. بهتون گفتم مواظب باشید دوستان، وبسایت هایی رو که نمیدونید صاحبشون کیه، نمیشناسید، عکسی نیست، اسمی نیست، اونجایی که نوشته درباره ما دوباره درباره همون وبسایت نوشته، نه درباره شخصی که آمده اونو باز کرده شروع کرده. ایشون نوشته که ایران پرس نیوز گفته که زن ایرانی کشته شده در حادثه منا زنده شد. اینم ببینیم که خبرش چی هست. بله، ایران پرس نیوز اینجا نوشته، بذارید این صفحه رو من بهتون اینجوری نشون بدم. بله، خانه و آشیانه و ام. نوشته که زن ایرانی کشته شده در حادثه منا زنده شد. پایگاه خبری گلستان 24 راد امروز 24 اکتبر، بعد از گذشت یک سال و اندی زنی که در فاجعه منا جان باخته بود زنده شد. خانمی که در لیست قربانیان ایرانی حادثه منا بود چند روز پیش با خانواده در گلستان تماس گرفته است. این خانم ترکمن و از منطقه گنبد است. بر اساس برخی شنیده ها و اخبار تایید نشده وی در کشوری دیگر به مدت 9 ماه در حالت کما بوده و مدت 3 ماه هم طول کشیده تا حافظه اش را به دست آورده. خب جای تبریک گفتنه و چه بیدر و پیکر این سیستم منا و نمیدونم حج و عربستان و اینها که مسافری که میره اونجا اعلام میکنن کشته شده، اونا نمیگن حتی بابا این طرف توی کشور دیگه است. بعدم بعد از 9 ماه و بعدم 3 ماه میگه 9 ماه کما بوده، 3 ماه هم حالا اونجا است. اصلا نمیدونم در یک روزگار غریبی و عجیبی زندگی میکنی که آدم نمیدونه چی رو باور کنه و چی رو باور نکنه. و اما ویکیلیکس افشا کرد استفاده از صدای آمریکا. بذارید ببینم این خبر رو که پخش کرده این روزنه، آقای خانبابا تهرانی. خب بذارید من اینجا این رو بیارم توی صفحه که اندازه صفحه بشه. ببخشید جرعه ای آب بنوشیم. این هم کامرای دو. بله، ویکیلیکس افشا کرد استفاده از صدای آمریکا برای ایجاد اختلافات قومیتی در ایران به پیشنهاد رئیس موساد. رئیس موساد که میدونید موساد سازمان جاسوسی اسرائیل که در زمان شاه ساواک و اینا هم خیلی استفاده میکردن ازش. من فکر میکنم هنوز هم این آخوندها با موساد و با CIA و اینها در رابطه هستن. مدارک منتشر شده توسط ویکیلیکس نشان میدهد که دولت اسرائیل برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی از امکانات صدای آمریکا برای ایجاد شکاف و تعرفه قومی در ایران استفاده کرده است. به گزارش سایت خبری تحلیلی آذری ها به نقل از ویکیلیکس، میرداگان یا
مدیر نمیدونم میر دادگان یا مدیر دادگان رئیس موساد در جلسه آگست 2007 ای بابا 9 سال پیش که با سفیر آمریکا در اسرائیل انجام شده بود، یکی از اهداف مهم این دولت را بی‌ثبات کردن ایران از طریق ایجاد بحران‌های قومیتی در کشور اعلام کرد. همینجا شما داشته باشید، خب نشون میده که پس این موساد هم اینجوری که برای ما تعریف میکنه ارزه و لیاقتی نداره. سال 2007 از وایس اف امریکا میخواسته استفاده کنه یا سوء استفاده کنه که توی ایران اختلاف ایجاد کنه فلان بشه، لاغل حتما امیدشون هم این بودی که 2008 دیگه جمهوری اسلامی از بین میره. خب نشد که. اینه که وقتی به دوستان میگم آقا این آخونده رو دست کم نگیرید، هم میگن اینا یه مشتی آدم بی سواد و تو حوزه و فلان. آقا اینا بی سوادن، شما که با سوادی چرا از پسش بر نمیای؟ شما که آقای شجاع الدین شفا آمده و دستهاشو باز کرده خورده میگه شیرینه، دستشو باز کرده میگه یه وجه، به شما میگه شما مسلمون شدی چون پدرت ترسو بود و بی ارزه بود، حالا چیکار میخوای بکنی؟ هیچ. اینم اخبار ما، اینم تلویزیونای ما. اولا این تلویزیون وایس اف امریکا چه کار کرده تا حالا؟ اسمش که معلومه، صدای آمریکا، صدای من و شما ایرانی که نیست که، صدای آمریکاست. دولت آمریکا، وزارت امور خارجش پول میده به اینا که اینا بلنگو باشن یا پروپاگاندا باشن. پروپاگاندا همیشه بد نیست، بلنگوی اینها باشن. دیده بودید وقتا میگفت رادیو فلان نمیدونم صدای ارگان فلان حزب یا فلان، اشکالی نداره. ولی چه کار کرده؟ این همه گفته الان تو ایران مردم دیگه وایس اف امریکا نگاه میکنن یا این تلویزیونای ترکی، پس از یکی پس از دیگری چیزای جدید، سریالای جدید. خب ببینیم که فساد مالی شهرداری تهران پای پروفسور سمیعی هم به میان آمد. پروفسور سمیعی که معرف حضورتون هستن اینجا، خیلی ها من ایرانی هم چون که رستم بود پهلوان میکردن، افتخار میکردن. حالا ببینیم، حالا که رد پای آقای سمیعی هم در این سوء استفاده های مالی شهرداری پیدا شده، باز هم اینا افتخار میکنن یا نه؟ رادیو زمانه گفته یا نوشته در تازه ترین جزئیاتی که از پرونده فساد مالی شهرداری تهران منتشر شده، نام مجید سمیعی پزشک متخصص مغز و اعصاب و زهرا مشیر همسر شهردار تهران به چشم می‌خورد. مؤسسه خیریه امام رضا برگ دیگری از فساد مالی محمد باقر قالیباف شهردار تهران است. در ادامه افشاگری درباره فساد مالی شهرداری تهران، روزنامه شرق یک شنبه دوم آبان، چون امروز دوشنبه سوم آبان هست، از واگذاری چند هزار متر زمین به یک مؤسسه خیریه پرده برداشت که توسط زهرا مشیر همسر محمد باقر قالیباف، همشون هم یا قالیبافن یا مخمل بافن، ولی هیچ کدوم چیزی نمی بافن به غیر از دروغ و فساد، که توسط زهرا مشیر همسر محمد باقر قالیباف شهردار تهران اداره می شود. بر پایه این گزارش، شهرداری تهران سال 90 حدود 49,608 متر مربع زمین را در منطقه یا 22 یا 32 یا 23 برای ما مهم نیست، در منطقه از تهران به خیریه امام رضا واگذار کرده است. به استناد اسناد منتشر شده، اعضای هیئت مدیره این خیریه را نزدیکان محمد باقر قالیباف تشکیل می‌دهند. علاوه بر زهرا همسر شهردار تهران، فرهاد یعقوبی قزوینی معاون هماهنگی و حالا بریم دیگه بالاخره تا اینجا. رد پای پروفسور سمیعی در خیریه همسر شهردار تهران. در میان همه طرح‌های ریز و درشت واگذار شده به خیریه همسر شهردار تهران و دوستان، یک طرح با مجید سمیعی از پزشکان متخصص مغز و اعصاب رابطه دارد. طرح تأسیس مرکز تخصصی مغز و اعصاب که نخستین بار سال 89 چنین و چنان، حالا من نمیدونم، بذارید بعض وقتا براتون بگم. این ماجرای خبرها اینجوری اسم یه آدم مهمی رو توش میارن که من و شما جذبش بشیم، ببینیم حالا پشتش چیه.
اولا تازه اگر رد پایی هم از ایشون باشه، من فکر نمی کنم آقای سمیعی که تو اروپا زندگی میکنه احتیاج داشته باشه به چند متر مربع یا چند هزار متر مربع تو تهران. تازه اونم که خودتون دارید میگید این میخواد کلینیک درست کنه برای مغز و اینا، و این رسمه. همینجا تو واشنگتنی که شما نشستید آقای دونالد ترامپ دزد و نمیدونم کلاهبردار که پول همه رو خورده، و من تعجب میکنم بابک هروی طرفدار ایشون، این آقا وقتی میاد اینجا یه ساختمونی رو میخره، یه ساختمون کهنه‌ای رو میخره و میره به شهردار میگه من اینجا رو میخوام بکنم یه هتلی که این هتل 20 سال 25 سال آینده برای شما درآمد ایجاد میکنه، و به خاطر این من میخوام که شما 20 سال مثلا مالیات از من نگیرید، به خاطر این من میخوام که شما اینقدر پول الان به من کمک کنید تا من این رو راه بندازم، و این کار انجام میدن. حالا یه دکتری، حالا این همسر قالیباف نباشه، هر کسی دیگه ای، بهش قول داده باشن آقا تو بیا اینجا، ما زمینش رو ما بهت میدیم، شما یه مؤسسه‌ای بساز، خدا پدرشم بیامرز اگه اینجوری باشه، اگرم جور دیگه است شما بیان بگین. چون بعضی خبرها رو من سریع میخونم و خیلی هم در جریان ماجراهای ایران نیستم، چون 30 سال اینجا هستم، نه مثل آقای نوریزاده شبا تو اتاق خامنه‌ای به سر میبرم، نه مثل دیگران وقتی خامنه‌ای روزه خون بوده. شما تا حالا رفتید تو مهمونی ها هر کسی رو میبینید میگه این آقا خامنه‌ای میمد خونه ما روزه میخوند، ما روزی 2000 بهش میدادیم. من نمیدونم این خامنه‌ای تمام ایران روزه میخونده، یکی میگه تو مشهد، یکی میگه فلان، بعد آقای فخرآور میاد میگه این آقا داشته تو دانشگاه روسیه درس جاسوسی میخونده، یعنی همه اینا رو میگه دروغگون. یادم میاد سالها پیش آقای فاضلی میگفت که من اولا نمیدونم ایشون هنرپیشه بود، فعال سیاسی بود، چی بود، میگفت که توی بنگاه ماشین فروشی کار میکرده یا نشسته بوده. میدونی اصرا آدم های بیکار تو بنگاه ماشین فروشی و این زمین فروشی اینا جمع میشدن، همینجوری متلک گفتن و مزخرف گفتن و قلیون کشیدن و قمار کردن و این آخر شب عرق خوردن و اینها بمانه. آقای رضا فاضلی مرحوم، امروز همه روز مرحوم است، فقط من و شما زنده است، باقیه مرحوم، میگفت که رفسنجانی اومد یه فولکس واگن بخره، فکر کنم میگفت 3000 تومان، و پول نداشت، اونا هم مسخرش کردن و بهش ندادن، من ضامنش شدم که این ماشین رو بهش قسطی بدم. یکی از این مرد بپرسه آقا تو چی کاره رفسنجانی بودی که ضامنش شدی؟ آخه من نمیدونم این دروغا رو که میگید باعث میشه چی؟ باعث میشه که بگید بله این دیروز، بعد از اون و برید بخونید میبینید رفسنجانی حالا خودشو نمیدونم خانواده‌اش اگه پولی هم داشتن اون پولا رو کمک کرده، چون میدونسته بعدن که پیروز میشن زمین میگیرن، ملک میگیرن، رفسنجان و کرمان و اینها نمیدونم باغهای پسته میگیرن. اونا اینجوری وقت این آقایون چی میگن روشن افشاگران ما اینا بودن، آقای رضا فاضلی، ببخشید اینو میگم، مثل این اولاغا و بزغالهایی که یه مش زنگوله بهشون آویزون میکردن، هر کدومشون هم 6 تا فره و هر اینجا آویزون کردن، 80 تا نمیدونم پرچم اینجاشون زدن. بعد از 30 سال اینجا هستیم، 30 سال رادیو تلویزیون داشتن اینجا هستیم، که یک کاغذی که میاد، یه نوشته‌ای که میاد بیرون، هیچ کس نمیدونه بگه آقا این رو خبرنگار فلان رادیو تلویزیون رفته نگاه کرده و این درست. امروز آقای سعید دوستمون از کالیفرنیا یه چیزی برای من فرستاده بود، نوشتم والا من دیگه نمیدونم به چه کسی میشه اطمینان کرد. حالا براتونم میگم چی، مثلا ماجرای این قاری قرآن خونه که میگن به بچه‌ها تجاوز کرده، یه داستانی رو خانم بهیه جیلانی اگه اشتباه نکنم روی فیسبوک گذاشته، من اگر برسم براتون میخونم، بعد ببینید اصلا این عمق فاجعه‌ای که ما هی چیزها رو بدونی که حتی فکر کنیم مینویسیم این ورانور، عمق فاجعه چیه. مثلا بذارید نوشته رو بهتون نشون بدم، از روی نوشته قشنگ بخونیم که بله فساد مالی رو خوندم براتون. بله آهان، یه دوستی حدود 200 دلار گفتم بهتون کمک کرده که 100 دلارش رو برای اون دختر خانم یا برای یه بچه‌ای توی ایران کتاب و کاغذ و اینها
و 100 دلارشو خرج مقبره یعقوب لیث کنن، چون نوشته که من نمیدونم راست یا دروغ، ولی این عکسی هست که از به اصطلاح ساختمان یعقوب لیث، حالا توی دسپول و شوش و اینجا فکر کنم باید باشه، بذارید ببینم چیز زیر کاغذه نوشته که این اولا نوشته که ناصر انقطاع این کتاب رو نوشته، فکر کنم در صفحه 349 درست نمیتونم بخونم، نوشته که از چوب صندوقهای میوه برای پیوند بخشهای در آرامشگاه یعقوب سود برده شده است، وای بر ملتی که ارج و ارزش قهرمانان خود را نداند. خب ای کاش یه عکسی هم از زمان شاه میفرستادن که این آرامشگاه، حالا اون آرامگاه رو میگن آرامشگاه، آرامشگاه یا آرامگاه در زمان شاه چه بروبیایی داشت و چه مقبره‌ای درست کرده بود شاه. پیام شما رو من با آقای سفر دادور دادم، فرستادم و امیدوارم که این کار رو انجام بده. خبرگزاری تسنیم میگه که از سرگیری پروازهای هواپیمایی KLM هلند به تهران، ببخشید اینم یه جوکیه، اون وقتا میگفتن میدونید چرا میگن KLM؟ برای که میگه کون لقم مسافر KLM، در اصل اون وقتا خوب بود ولی همه پروازهای هواپیمایی بد شده. الان مثل که فقط این پروازهای کره و امارات و قطر و اینها هستن، نمیدونم اینا به دلیل پول زیاد یا به دلیلی که تازه اومدن، تازه که نمیشه اومده باشن کره مثلا، اینا میگن سرویساشون خیلی خوبه. من خوشبختانه یا متاسفانه با هیچ کنشون پرواز نکردم، با وجود که پارسال بود ما تو 4 تا کشور رفتیم و اومدیم و پرواز و قطار و ماشین و اینها، ولی با KLM و پروازهای مال ایرلند و مال آمریکا و اینها رفتیم. در صورت میگه که خبرگزاری تسنیم گفته از سرگیری پروازهای هواپیمایی KLM هلند به تهران. حتما هلند هم مثل آلمان اگه بهش گفتن چرا با اینا معامله میکنی، میگه آقا ما اگه معامله نکنیم عقب میفتیم. بعدم میگه مگر دنیا با چین و کره شمالی و نمیدونم کشورهای دیگه، عربستان سعودی که قانون حقوق بشر زیر پا میذارن، معامله نمیکنن؟ ما با ایران معامله میکنیم. یعنی چی؟ ببخشید، یعنی به زبان ساده ساکت باش، حرف نزن، پول اینجا حرف میزنه. آمریکایی‌ها میگن مانی واک، یعنی پول هست که راه میره، یا مانی تاک، ببخشید مانی تاک، خودمونم میگیم حرف اول رو مثلا این میزنه، مانی تاک بورشت واک، اینجوری میگن، نمیدونم. حالا دیگه کمی انگلیسیمون بهتر بشه انشالله صحبت بهتر میکنه. ببینم اینم باز فکر کنم همون دوستمون باشه که درباره سلام آقای، بله بله، این دوستمونم درباره همون برنامه جمعه ساعت 3 بعد از ظهر آقای دکتر نصر احمدی با ما خواهند بود. و اما این ورور شنیدیم خبر تجاوز بیل کازبی هنفشه معروف، سالها 35-40 سال همینجوری ادامه داشته به تعداد زیادی از خانمها. جدیدن این تجاوز و دستمالی کردن آقای دونالد ترامپ به خانم‌هایی که یا براش کار میکردن یا در مسابقات شرکت میکردن، خیلی ها همون اول کار میگن بابا خود زنا اگر به اصطلاح نمیخواستن اینم این کار نمیکرد، یکیش برای شغل وایستاده، یکیش برای وایستاده بلکه این دوستش بشه. حتی همون زنه که تو هواپیما بوده یه نفر آمده گفته بله، البته دونالد ترامپ میگه اصلا من اون روز تو هواپیما نبودم، این خانمم نبوده، انگار که حالا یادشه کدام روز کدام پرواز کجا بوده. بعد خانم گفت یه آقای اونور شاهد بوده، بعد یه آقای اومد گفت من همونم که این خانم میگه شاهد بوده. اتفاقا خانم خیلی هم خوشحال بود وقتی هم دونالد ترامپ رفت مثلا دستشویی و بیاد، این گفت که امیدوارم دونالد ترامپ با من ازدواج کنه. خب حالا ما این دوست ما که امیدوارم به زودی زود بیاد تو برنامه‌های خودش رو داشته باشه، چون خیلی هم قشنگ میره این ویدیوها رو پیدا میکنه، البته حتما حالا تا برنامه نداره وقت داره این ویدیوها رو پیدا کنه، وقتی برنامه خودش شروع بشه اون وقت وقت پیدا نمیکنه. بذارید من باز اینو براتون روشن کنم، اینم همون جوری فیلم برداری. البته خب این به نظر میرسه که بچه‌های این خانومه از یه جایی که قایم شده بودن دارن فیلم میگیرن از این
مردی که به اصطلاح قصد سوء استفاده از این خانم رو داره. ببینیم تا اینجا من براتون روی کامرای دو نشون بدم و با هم ببینیم. ممنونم از دوستمون و اینجا شروع میشه. بفرمایید. اینم از این ماجرا که بالاخره حاج آقا مجبور میشه دمش رو بذاره. تو ایران میگفتن دمش رو گذاشت روی کولش رو رفت، اینجا میگن دمش رو گذاشت لای پاش. و درباره حیوان ها این صدق میکنه، حیوان وقتی میترسه دمش رو میبره لای پاش. اگر دیده باشید بعضی از سگا دمشون رو میبرن، سگایی رو که برای مراقبت و گارد و نگهبانی میخوان، اینا دمشون رو میبرن که اگر یک کسی هم اومده این ترسیده معلوم نباشه، دمشون نتونه بذاره لای پاش. مثلا 2-3 اینچ دمشو نگه میدارن که همیشه بالاست. در اصل ممنونم، این فیلم از تونس بوده. اینایی که هی میگن چرا تونسی ها تونسن ما نتونسیم، این اوضاع توی تونس هست. این حاج آقا دیدید یه نگاهی این ور ور کرد، بعد شروع کرد به حمله تجاوز هرچی میگید. خانمه با یه چوبی افتاد به جونش و بعدم صدای بچه هاش اونجا بود. یعنی اینا اونا هم مثل دونالد ترامپ وقتی که فرصت گیرشون بیاد احساس کنن قوی تر هستن، هر کاری که بخوان انجام میده. خب 2:47 است به وقت واشنگتن، به وقت نیویورک شرق آمریکا، و 11:47 هست به وقت غرب آمریکا. حدود 12-13 دیگه امیدوارم آقای سعیدی تماس بگیرن و صحبت کنن، چون من شماره تلفن این دوستان رو یا ندارم یا اگه دارم توی دفتری هست و همون روش قدیمی باید برم ورق بزنم پیدا کنم. خب یکی از دوستان برای من اینو فرستاده، میگه بنابر گفته حضرت محمد در بهشت نیاز به استفاده از مام زیر بغل، این دئودورانت تو ایران مثل میگن مام زیر بغل، چرا بهش میگن مام من نمیدونم، مام زیر بغل و اسپری بدن وجود ندارد. در روایت است مردی از پیغمبر اکرم سوال میکند آیا شما گمان میکنید که بهشتیان میخورند و میآشامند؟ حضرت میفرماید بله، قسم به خدا هر فردی در بهشت قوه و قدرت 100 مرد را دارد و به اندازه 100 نفر غذا میخورد و نوشیدنی مینوشد. بعد او سوال میکند بهشت که جای پاک و پاکیزه است و جای کثافات و آلودگی نیست، پس اینها پس از این همه خوردن و نوشیدن احتیاج به دستشویی پیدا میکنند، چه کار میکنند؟ حضرت میفرماید آنچه را خورده اید به صورت عرق خوشبو که بوی مشک و عنبر میدهد از بدنشان خارج میگردد و دیگر احتیاج به دستشویی ندارند. توی پرانتز نوشتن علامه مجلسی بهارالانوار جلد 8 صفحه 149. میدونید که این حدیثا و اینها میگن یکی از مشکلات دین اسلام، مخصوصا فکر کنم قسمت شیعه، همین حدیث و احوال و این فلانی اینو گفت اون فلانی گفت که نمیدونم زنان بهشت 70 متر قدشونن، و اصلا آدم میگه خال من اگه رفتم بهشت چقدر کوتوله هستم اونجا، نمیدونه باید چیکار کنه، یا آقای دستقیم گفته نمیدونه 70 متر اینجوری هم اونجوری. و همه اینا را من با سوال شجاع الدین شفا رو از این دوستان میکنم، آقایون خانم ها شما ها کجا بودید؟ کجا بودید قبل از انقلاب؟ شعور نداشتید؟ فهم نداشتید؟ سواد نداشتید؟ یه دفعه انقلاب که شد فهم گرفتید؟ شعور گرفتید؟ سواددار شدید؟ خب ببینیم که آها، یه کسی که هم قبل از انقلاب بوده هم هنوز هم زنده است و هم می نویسه، این آقای اردشیر زاهدیه. بذارید براتون نوشتش رو بیارم که ببینید چی نوشته. و اردشیر زاهدی می دونید که هم داماد شاه بوده هم دوستش بوده و روش نمیاد بگه، هم پا اندازش بوده، برش این ور و بر دیت جور میکرده،
دوست و دختر، زنای خوب، فلان اینها، و اینا از قدیم و ندیم با هم بودن. بازخوانی تاریخ نسخه چاپی، تاریخ انتشار 8 مرداد 1388، الان 95 یعنی 7 سال قبل، نوشته آخرین روزهای شاه به روایت اردشیر زاهدی. یک جمله شاه هرگز از یادم نمی رود: زمانی که در دنیا سرگردان شده بود و می کوشید برای عمل جراحی و معالجه به آمریکا بیاید و واشنگتن او را راه نمی داد، در تماس تلفنی به من گفت: اردشیر جان، در این دنیای بزرگ آیا جایی برای پناه دادن من پیدا نمی شود؟ محمد رضا شاه در سالهای پایان سلطنت خود عمیقاً دچار افسردگی بود. او در 2 سال آخر حکومت خود به هیچ چیز علاقه و توجه نشان نمی داد و حتی خانم گیلدا آزاد که با نام طلا دوست دختر مورد علاقهش را هم ترک کرده بود. به گزارش پارسینه، یه دوستی داریم میگه که این شاه از لحاظ زن شانس نیاورده، و حالا دیگه نمیدونم، خب ببینید که چون شانس نیاورده چجوری خودش میخواسته شانسش رو جبران کنه و ترمیم و ترویج کنه. به گزارش پارسینه، اردشیر زاهدی داماد محمد رضا پهلوی که تا آخرین لحظات عمر شاه سابق ایران در کنار او بود، در کتاب خاطرات خود 25 سال در کنار شاه سابق ایران، ببخشید 25 سال در کنار پادشاه، به بیان وقایع آخرین هفته های عمر محمد رضا پرداخته است که نظر به اهمیت تاریخی این خاطرات منتشر می شود. گفتنی است محمد رضا پهلوی 5 مرداد 1359 در مصر درگذشت و جسد وی در کنار جسد رضاخان در مسجد الرفاعی قاهره مدفون شده است. من 25 سال تمام به انهای مختلف در کنار شاه بودم. من هم داماد شاه بودم هم دوست صمیمی او. روش نیامده دیگه چیزای دیگه که با هم بگن. بالاخره چی میگفتن؟ رفیق نمیدونم حمام و یه چیز قشنگی هست الان یادم رفت. خلاصه اینا یار غار بودن با هم دیگه. شاید کمتر مورد مشابهی را بتوان یافت کرد که یک نفر داماد حتی پس از جدایی و طلاق از همسرش همچنان دوست صمیمی پدر همسرش باقی بماند. شاه آدم باهوشی بود اما متاسفانه ضعف کاراکتر داشت و اصلا به درد موقعیت‌های مشکل و مواقع اضطراری نمی‌خورد. او پادشاهی بود که برای مواقع آرامش ساخته شده بود. به محض آن که مشکلی پیش می‌آمد خودش را می‌باخت و سلسله اعصابش در هم می‌ریخت. دوست ندارم اکنون که او در این دنیا نیست و نمی‌تواند. ببینید قشنگ خوب یعنی دوستش و یارش و دامادش خوب گند زد بهش، بعد توی صفحه بعد الان میگه من ایشون مرده دیگه دوست ندارم بدیاشو بگم. خانم نعیه، من با شاه زندگی نکردم، اینا زندگی کردن، آقای احمد علی مسعود انصاری زندگی کرد. من فقط نقل قول میکنم. توی آمریکا میگن don't kill the messenger، اون کسی که براتون نامه میاره توی نامه نوشته شما باید انقدر جریمه بدید، شما اونو نکش، نامه رسون. در صورت اینم از این ماجرا. خب ممنونم از دوستانی که اینو فرستادن. 3 تا 4 تا از دوستان برای من این راجع به اردشیر زاهدی رو فرستادن. ممنون و متشکرم. میگه که این شعری که عرب در بیابان ملخ میخورد، سگ اصفهان آب یخ میخورد، تاریخ آب یخ اصفهان، این یک اختراع اصفهانی است. در کتاب سیاهان به اصفهان آمده که هنگام پایتخت شدن در دوران صفویه و در تابستان اصفهان نوشیدنی سرد خوردند، یخ را از کجا آوردند؟ در زمستان حوضهای داخل خانه ها آبنبار خانه بود، بر صفهای آن آب یخ میزد، کلوفتی یخ به چند سانتیمتر میرسید. کسانی بودند که در خانه ها را زده و یخ را با گاری دستی و یا کشیده توسط حیوان می بردن. در زمین های خالی گودی کنده به عمق 10 متر یخ را در آن می انداختن. جمع‌آوری یخ در طول تمام طول زمستان و دوران یخ زدن بر روی آب ادامه داشته. هنگامی که هوا رو به گرمی می رفت بر روی یخ ها کاه می ریختن. ارتفاع کاه به 3 متر هم می رسید و وسیله منع رسیدن حرارت خورشید به یخ می شد. بر روی
کاه نیم متر گل هم می‌ریختن و بدین صورت یخ کاملا ایزوله می‌شد. در فصل تابستان در سطح زیر گودی یک دریچه زیر گل و کاه کنده و هر روز یخی را که می‌خواستن به مقدار نیاز در آورده و می‌فروختن. با گذاشتن ظرف آب و یا شربت کنار یخ آن را خنک کرده و می‌نوشیدن. این سیستم تا قبل از 50 سال و هنگام ورود یخچال برقی و دستگاه‌های یخسازی قالبی تنها در اصفهان ادامه داشت. از خود میپرسیدم چرا در جای دیگر ایران و یا دنیا این کار را نمیکردند. جواب ساده است، برای اینکه اصفهانی ها زرنگند. اولا اینجوری که شما نوشتی، این یخا به دلیلی که آب کثیف حوض بوده پس نمینداختن تو اون، اونو میذاشتن کنارش تا یخ بشه. توی شیراز دوست عزیز زمستون برفا رو تمیز جمع میکردن، توی یه جاهایی میذاشتن، تابستون این برف ها رو قبل از اینکه یخ بیاد بفروشن و اینها تابستون برف میفروختن. من خودم یادم گاری میومد روشم گونی بود، گونی ها رو مینداخت اون و برف رو قشنگ با اره این چوب میبارید و میفروخت. یعنی شما تو تابستون هم میتونستی برف و سرکه شیره یا برف و شیره درست کنی. و این همون اشتباهیه که آقای حسن فیروزی هم اون روز گفت، جنرالایز کردن یا عمومیت بخشیدن، که این که مثلا بگید آقا همه اسپانیا زرند، از اون برم میگن همه اسپانیا خسیسه، همه شیرازی ها آدم های خوبی هن. نه آقا، این یه نمونه استثناء ماشالله. پس اینا را یه مقداری اب نداره آدم بدونه چرا، ولی اون شیر، اون کسی که این شعر رو گفته، عرب در بیابان ملخ میخورد، سگ اصفهان آب یخ میخورد، بازم باید بهش بگیم خب همین آب یخ ها رو خوردید وقتی عرب اومد وادادید دیگه. نگین اینا رو. بریم، من براتون اون چیزی رو که درباره خامنه ای اینا میخواستم پیدا کنم. آها خب بذار ببینم اینه، ماجرای تجاوز به پسر بچه های قاری قرآن توسط حاج سید توسی قاری مجلس آخوندی و بیت خامنه‌ای ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. این رو من براتون بخونم و بگم، بعد ببینید که چقدر کارمون اشکال داره که برنامه تلویزیون من و شما توی آمریکا باید راجع به این صحبت‌ها باشه، راجع به این موضوعات باشه. الان دیگه منتظر آقای سعیدی هستیم، امیدواریم ایشون با شماره تلفن 202-695-2573 تماس بگیره و برامون صحبت کنه. تا اون موقع من براتون این رو میخونم و بعد از صحبتهای آقای سعیدی اون ماجرای خامنه ای اینها. ببینید نشته، ماجرای تجاوز به پسر بچه های قاری قرآن توسط حاج سید توسی قاری مجلس آخوندی و بیت خامنه ای ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. برادر دوستی که اخیراً مادر پیر خود را به مشهد برده بود، از یکی از کارکنان هتل نقل قول کرده که آخوندهای دور بر علم الهدا می دانند که حاج سعید در کودکی قاری مسجدی که خامنه ای در آن موعظه می کرده بوده و توسط شخص خامنه ای به او تعرض جنسی شده است. همه می دانند که خامنه ای 40 سال پیش یک بار او را در مسجد روی دست بلند کرده و گفته است ای کاش همه بچه ها مثل این آقا پسر قاری قرآن بودند. اینه دوستان که میگم، دوستان ما یه چیزایی رو میگن و مینویسن. اینو نمیدونم خانم بهیه جیلانی نوشته یا یه ماجرای دیگه بود که نوشته بود یه نفر رو سوار کردم در بیابان و داشت میرفت، گفت که نمیدونم مثلا خامنه ای این کارو کرده و اون کارو کرده. نگاه کنید، تا شما میگید 40 سال پیش، یعنی این برمیگرده به دوره شاه، بعد تازه میگید قبل از 40 سال پیش این آخونده به اون پسر تجاوز کرده و تازه دیگران هم میدونستن، کارمند هتل هم میدونه، هم شاگردی های این هم میدونن. خب دوستان، وقتی زمان شاه این آخوند به بچه تجاوز کرد و سیستم شاه و ساواک مشغول گرفتن من و شما بود که فلان کتاب علکی رو نریم بخونیم، این داشت چی کار میکرد؟ داشت تجاوز میکرد. حالا من و شما باید خیلی احمق باشین، خیلی پرتوقع باشین
که دوره ای که حکومت دست آخونداست، آخوندا بیان خودشونو بگیرن. این مثل حماقت رضا پهلویه که میگه ما میخوایم رفراندوم انجام بدیم. رفراندوم رو کی انجام میده؟ تویی که قدرت نداری، تویی که 4 نفر الان دیگه باهات نیستن. واقعا بشمارید ببینید 4 نفر هستن که نگن بله ما یه روز با رضا پهلوی بودیم، ولی الان خانم گلستان و نمیدونم آقای پیرزاده و فلان اینها. این نادانی اینهاست، نادانی اینایی که بعضی هم تازه دنبالشونن، میگن ای کاش که این آقا بره ایران، ای کاش بره که چی بشه، که دنباله همون کارا رو که آقای شاه و پدرش کردن، که شجاع الدین شفا که فیلسوفه خفه بشه، بعد آخوندها که اومدن ایشون دانشمند بشه، آقای پروفسور انصاری خفه بشه، یک کلام قبل از انقلاب راجع به خدا و پیر و پیغمبر و این مراسم و دوزیا و اینها ننویسه، ولی یه شبه بعدش بشن. خب ساعت 3:01 است و ما منتظر آقای سعیدی هستیم. آقای سعیدی ببینم، آقای سعیدی شما باید یک کمی برنامه هاتو بهتر، ردیفتر، مرتبتر انجام بدی تا ببینیم که با ما میتونی کار کنی یا نه. اینکه هر از سالی شود شنبه به نوروز شما بیای برنامه بذاری و اینجوری فایده ای نداره. بذارید ببینم، آقای سعیدی قرار شد یه تلفنی درست کنه به من بفرسته، من به شما بده. خیلی کارا قرار است انجام بدن، همش تو طرح پنجمه. یادتونه دوره شاه همشون میگفتن طرح پنجم، من نفهمیدم طرح پنجم که قرار بود اجرا بشه. دارم دوباره دنبال شماره تلفن آقای سعیدی میگردم. بله شماره تلفن آقای حسن فیروزی رو دارم، آقای دکتر سلامی رو دارم، ولی آقای سعیدی رو ندارم. آقای دکتر انقطاع، مهداد، نمیدونم تلویزیون. آمدیشون. سربی هستم، بفرمایید. آقای سعیدی صدای تلویزیون یا کامپیوتر تو کم کن. الو، سلام علیکم. سلام و درود به شما، بفرمایید. عرض کنم اولا که برنامه روی مردم تیوی پخش نمیشه، شما چک کردید این موضوع؟ قربانت برم، اینجا من دارم نگاه میکنم، بذار ببینم. مردم تیوی، یک لحظه. من میدونم اشکال شما چیه. شما یادتونه گفتم اگر قبل از برنامه زنده اونجا بودید، بعد که برنامه زنده شروع میشه باید چیز کنید، به اصطلاح ریفرش کنید صفحه رو. من اتفاقا صفحه رو ریفرش کردم، مجددا صفحه سیاه اومد. همین الانم از دوباره رفتم توی مردم تیوی، صفحه سیاه آقای سوری. ببین من الان به شما نشون میدم، مردمتیوی.com. یک لحظه، اینجا ببینید، ما وقتی باز میکنیم برای که صدا نده گذاشتیمش روی صفحه آرشیو یا بایگانیمون. صفحه بایگانی باز میشه، میرن این بالا، میزنم هوم. هوم که شروع میشه یه آقای خوشتیپی میاد همسن. ببین من الان به شما نشون میدم، مردمتیوی.com. یک لحظه، من اینو میبندم. شما شاید کامپیوترتون باز عوض کرده، یک چیز جدید گذاشته که باید اینا یه مکافات شده، یه مشکل شده، یا پلاگ این یا الانتون رو باید آپ تو دیت کنید. در صورت اینجا کار میکنه. بفرمایید حالا پس ما رو از فیسبوک میبینید، از کجا میبینید؟ الان از فیسبوک من نگاه میکردم شما رو و خوشحالم که مشکل از بابت شما نیست و مشکل کامپیوتر منه. بنابراین با اجازتون میپردازم به مطلبی که قرار بود راجع بهش با هم صحبت کنیم. ممنونم از شما. بفرمایید. ضمناً خانم ماندانا هم اون روز درباره شما صحبت کردن، نمیدونم شنیدید یا نه؟ جمعه خیر نشیدم من متاسفم. خب بفرمایید، من الان باید اونو برای شما میفرستادم. من میگم بعض وقتا ما اسوم میکنیم که تصور میکنیم که همه نشستن بیکار و فقط برنامه ما رو نگاه میکنن. اگه صدای تلویزیون یا کامپیوتر اونجا بازه لطفاً ببندید. بفرمایید. بله کاملا من صدا رو بستم. بفرمایید. ما سراپا گوش خدمتتون. جناب سوربی عزیز،
این مسئله، این چند سوال باعث شد که من یه کمی تو این چند روزم روی این مسئله تمرکز کنم، فکر کنم، و امروز میخوام قبل از اینکه به این سوال‌ها بپردازم یه تصویر جهانی رو با هم توجه بهش بکنیم. یعنی اینکه اگر کشتی غرق شده ببینیم این کشتی در چه شرایطی بوده، آیا سوراخ شده، غرق شده، امواج اون رو در هم شکستند و دلایل دیگه، یعنی شرایط بستر موجود در زمان اتفاق 57 رو ما کمی بریم از بالا بهش نگاه بکنیم. کار بسیار پسندیده‌ای هست، به این میگن آسیب شناسی یا ترابل شوتینگ. بفرمایید. عرض شود به خدمتتون که ابتدا من به این نکته اشاره کنم که لاجب به گلوبالیزم، من گفتم که دنیا به سمت گلوبالیزم پیش میره. این گلوبالیزم عملا شروع شده، یعنی درسته که تشکیلات رسمی براش به وجود نیومده و هنوز به طور رسمی ما چیزی به اسم گلوبالیزم نداریم، ولی عملا مخصوصا بعد از اتمام جنگ دوم جهانی تمرین گلوبالیزم توسط گروهی که مسلط به امور مالی و به اصطلاح ثروتمندها و امپریالیست ها عملا شروع شده در دنیا و داره تمرین میشه و داره عمل میشه. بعد از جنگ دوم جهانی، خب به دلیل اینکه شوروی نیمی از اروپا رو در جریان جنگ دوم جهانی اشغال میکنه و خب قبل از اونم بزرگترین کشور دنیا بوده دیگه، با اشغال نیمی از اروپا و مخصوصا اقدامات تهاجمی شوروی از نظر ایدئولوژیکی در دنیا، یواش یواش داشته میرسیده به حدی که نیمی از کره زمین اسمش اتحاد جماهیر شوروی باشه. دقت بکنید، در تحت این شرایط خب سرمایه‌داری جهانی به وحشت میفته و در کشور هلند یک اجتماعی، یک مجمعی از صاحبان قدرت اقتصادی دنیا، دنیای سرمایه‌داری، در هتلی به نام بیلدربرگ تشکیل میشه. هدف اینها از تشکیل این اجتماع این بوده که با استفاده از قدرت اقتصادی و امکاناتی که در اختیار دارن، چون اینا برجسته ترین سرمایه دارها در صنعت فولاد، اسلحه سازی، نفت، بانکداری و غیره بودن و دستشون در کشورهای مطبوع خودشون بسیار باز بوده، نفوذ کامل داشتند و اجتماع اینها یه قدرت فائقه و قدرت تامه‌ای رو تشکیل میده در هتلی به نام بیلدربرگ و تعدادشون هم از 20 نفر بیشتر نبوده. عرض میکنم این چند سال بعد از پایان جنگ دوم جهانی در اوج اقدامات اتحاد جماهیر شوروی برای نفوذ در جهان سوم و به اصطلاح به مخاطره انداختن منافع کشورهای سرمایه داری بوده. این گروه بیلدربرگ امروز بالغ بر 200 نفر هستند. همواره جلساتشون تشکیل شده، از قدرت به اصطلاح کاملی در زمینه‌های اطلاعاتی، نرم‌افزاری و حتی تشکیلات شبه نظامی پرقدرت برخوردار هستند. تصمیم اونها بلافاصله در کشورهای مطبوعشون تبدیل به سیاست خارجی میشه. این قدرت رو دارند و این کار رو اینو اعمال میکنند. تمام سیاست مدارا در کشور اونها عروسک های خیمه شب‌بازی بیش نیستند که با اراده اونها جابجا میشند و یا تغییر سیاست میدند. خوب دقت بکنید دوستان، و امروزه اینها این توانایی رو دارند که در تمام دنیا
بندازند و سیاست هاشون رو به پیش ببرند با استفاده از بهترین متخصصین، جامعه شناس ها، تحلیلگرها، تینک تانک های پرقدرت و آپ تو دیت ترین اطلاعات و به علاوه خب البته چیزهای محرمانه ای که جز اونها کسی ازش مطلع نمیتونه باشه. آقای سعیدی ببخشید حرفتون قطع کردم، شما گفتید این توی بیلدربرگ اونایی که طرفدار روسیه بودن، طرفدار اتحاد جماهیر شوروی بودن، میتینگ گذاشتن که یه جوری همه دنیا رو بگیرن، چون اینجا نوشته بیلدربرگ گروپ founded by a Nazi and continuing the agenda. میگه یک گروهی توی بیلدربرگ تشکیل شد به وسیله نازی ها و کارش هم اون اجندا یا دستورالعمل نازی ها رو ادامه دادن هست. نخیر، این گروه بیلدربرگ بعد از شکست نازی ها تشکیل شد، 4-5 سال بعد از اون تشکیل شد در هلند و همکنون هم اینها به اصطلاح هستند و خیلی هم توسعه پیدا کرده و حتی کارشون به جایی رسیده که تشکیلات دیگری را هم اینها در کنار خودشون دارن به نام گروه کارلای. کارلای ها کسانی هستند که وابسته به صنایع و چیزهای پیشرفته هستند و اینها کمیسیون بگیرن، یعنی این که اگر یک کشوری بخواد یک خرید عمده‌ای بکنه که توازن قوای نظامی اون کشور رو بالا ببره، یعنی به نفع توازن رو به نفع اون کشور به هم بزنه، حتما باید از مسیر کارلای ها عبور کنه و با پرداخت کمیسیون های چند میلیارد دلار، صحبت میلیون دلار نیست، به این کمیسیون بگیرهای کارلایی این معامله صورت میپذیره، میتونه صورت بپذیره. یعنی خریدهای استراتژیک باید پرداختهای نجومی بابت به اصطلاح انجام معامله به اینها بشه. منظورم این هستش، من دارم فضای حاکم بر جهان رو، جهان امروزمون رو، اون قسمتی رو که اطلاع دارم با شما در میون میگذارم. این گروه از یک طرف دارن کار خودشون رو انجام میدن، اینا بسیار مجمعی هستن از سرمایه داران بی وطن، یا بهتره بگم جهان وطن، که انگیزه هاشون، عملکرد هاشون بسیار دایره وسیع داره، از نقطه‌ای به مسائل نگاه میکنن که بسیار بالاتر از نقطه‌ای که ما نشستیم، ابزارم در اختیار دارن. و ضمناً این رو هم در نظر باید بگیریم ما که کشورهای سرمایه‌داری عمده جهان، کشورهای ثروتمند و پیشرفته، اینها آنچنان مسائلشون در هم تنیده شده و سرنوشتشون به هم وابسته شده امروز، که ناگزیرند در یک سطحی بالاتر از گاورمنت های خودشون به مسائل نگاه بکنن. خوب دقت باید به این موضوع بکنیم و این به اصطلاح وجود این تشکیلات بیلدربرگ یا تشکیلاتی شبیه اون مثل کلاب روم و غیره رو توجیه میکنه. این نکته اساسیه که ما باید ببینیم، چون سوالهایی که ما داریم میکنیم چرا به اینجا رسیدیم، اتفاقا ما باید از آخر این سوالا رو جواب بدیم، چرا به اینجا رسیدیم، چرا هر کار میکنیم هر اتفاق میفته این جناب جمهوری اسلامی مثل گربه مرتضی علی 4 دست پا پایین میاد، چرا همه اتفاقات به نفع این تمام میشه و چرا ما در بین الیت ما، در بین سیاسیون این جهالت و نادانی ریشه دوونده که اولا حوادثی رو که اتفاق میفته به نادانی و کمدانی امریکایی‌ها نسبت میدیم و معتقدیم اونا هی مرتب دارن شکست میخورن، و دومن بعضی از ما در کمال ساده‌لوحی کلمه تئوری توطئه رو هم
توی زبان‌ها انداختیم، در حالی که تئوری توطئه نیست، اصل توطئه است. بدون توطئه یا به تعبیر من بدون تدبیر کاری پیش نمیده در دنیا. اینا دارن تدبیر میکنن، توطئه نمیکنن. اینا در جهت منافع کشورهای مطبوعشون و در جهت منافع جمعیشون دنیا رو دارن اداره میکنن، تدبیر میکنن. ما اسمش گذاشتیم توطئه و تازه میگیم تئوری توطئه. در واقع خود اونا اینو تو زبون ما انداختن. پس ما از اینجا میرسیم به یه واقعیت، یه واقع‌بینی که از نقطه بالاتری باید به مسائل سیاسی نگاه کرد. دومین نکته‌ای که ما باید در این از دلایل غرق شدن این کشتی بهش توجه کنیم، شرایط منطقه‌ای در اون زمانه. چهار پنج سال قبل از انقلاب ایران، خب در اوج موفقیت روس‌ها از نظر فعالیت‌های ایدئولوژیک در افغانستان، کشور همسایه ما، اتفاق بسیار مهمی میفته. داوود خان کودتا میکنه، پادشاه رو که به اروپا سفر کرده بود خلع میکنه، جمهوری دموکراتیک اعلام میکنه. اسم جمهوری دموکراتیک افغانستان، ولی در پس پرده سرویس‌های اطلاعاتی در غرب میدونن که همه ابتکار عمل دست کمونیست هاست و یک جور سازش و خودباختگی در بین مسلمانان افغانستان، به دلیل اینکه دستشون خالی از نظر ایدئولوژیکی، مسلمان‌ها در مقابله با چپ‌ها کم میارن، ایدئولوژی ندارند. در اونجا مشاهده میشه که سیستم ها به اصطلاح احزاب چپ افغانستان در این براندازی با داوود خان همکاری کردن و اتفاقا بعد از چند سال، درست بعد از انقلاب ایران، در اونجا عملا این چرخش انجام میشه و چپ ها به قدرت میرسن و میدونیم که بعدش هم روس ها سرازیر میشن به افغانستان. حالا در این شرایط، در همون زمان که اون کودتای داوود خان انجام میشه، صحبت پادشاه ایران راجع به اتحاد شوم ارتجاع سیاه و سرخ مطرح میشه. این اشاره بیشتر به افغانستان بوده، در این حال که در خود ایران هم این اتحاد اشکال خاص خودشو نشون میداده. سیستم میدیده که چطور مسلمان ها گرایش پیدا کردن، مسلمان های انقلابی، به سمت افکار مارکسیستی. همون زمان به اصطلاح اون طرح قبلی امریکا که در زمان 42 قرار بود زیر پای شاه رو خالی کنن و مسلمان ها به وسیله خمینی انقلاب اسلامی در ایران راه بندازند، اون موقع این طرح خب از روی میز برداشته شد و تصمیم جدیدی گرفته شد. چرا؟ من هم جوابشو کامل نمیدونم، ولی حدسهایی فقط میزنم. حدس من اینه که ابتدا خواستند از طریق اصلاحات ارضی شاه رو فریب بدن و او رو در مقابل آخوندها و فئودالها تو منگنه این دوتا از بین ببرن حکومتشو و حکومت مذهبی رو در ایران راه بندازن که کمتر نگران نفوذ افکار به اصطلاح مارکسیستی در ایران باشن. ولی این پروژه به تعویق افتاد، حالا یا به دلیل ترور کندی یا بهران. میدونید که معاون وزیر امور خارجه کندی شخصی بود به اسم جورج بال، که اصلا تئوری او این بود که در مقابل ایدئولوژی مارکسیستی ما باید ایدئولوژی های مذهبی رو اکتیف بکنیم، فعال بکنیم، و این تئوری واقعا دستور کار امریکایی‌ها بود. و همون موقع از طریق چمران، تا اونجایی که حافظه من یاری میکنه، با
خمینی هم تماس گرفتند و قولهایی به خمینی داده بودند، ولی بعدن این مسئله از دستور کار خارج شد و تصمیم گرفتند که به قول معروف یه فرصت دیگه به ایرانی ها بدن و پادشاه رو تقویت کنن از نظر نظامی و او رو تبدیل بکنن به ژاندارم منطقه. این مسئله شما خودتون رو بگذارید جای پادشاه ایران، او هم به همراه این اشخاصی که این تصمیم گیری ها و تدبیر ها رو انجام میدن داره از یه نقطه بالاتری به مسائل کشور و اون چه که کشور رو یا حکومت رو او رو تهدید میکنه نگاه میکنه. این که بعضی ها در کمال ساده لوحی، ببخشید من اینجور صحبت میکنم گاهی اوقات، چون واقعا سالهاست که دارم رنج میبرم از این همه ساده لوحی، این همه ندانم کاری که خیلی از الیت جامعه دارن انجام میدن. بعضی ها در کمال ساده لوحی میگن آره شاه خودش مذهبی بود، خودش نمیدونم مذهبی ها رو میپرورون. بابا مسئله اینجاست که انقدر مسائل جدی بوده و مسائل کلان بوده که پادشاه ایران با توجه به اینکه حکومت فردی رو در پیش گرفته بود و تنها مونده بود، خودشو به این ور و اون ور میزد که یه جوری یه تخت پاره گیر بیاره، حکومتش رو حفظ کنه، خودش رو آب نگه داره. و یکی از این تخت پاره هم جنبش و تفکرات مذهبی در ایران بوده. بنابراین ایشون خواست، نمیخواسته واقعا. ببینید اونهایی که پادشاه رو متهم میکنن به اینکه مذهبی بوده، ابدا ایشون مذهبی نبوده آقای سربی، به نظر من ابدا مذهبی نبوده، تظاهر میکرده. اجازه بدید، پس باید بگیم ایشون همون متظاهر و دروغگو بوده. نه دروغگو نه، تدبیر میکرده، تظاهر به مذهبی میکرده. حالا چرا میگم مذهبی نبوده؟ آقای سعیدی همینجا وایس عزیزم، الان بزرگترین ایرادی که من و شما به آخونده میگیریم اینه که ما میگیم اینا دروغگو بودند و دروغگو هستند و اونها خیلی ساده میان تو چشم من و شما نگاه میکنن میگن ما تدبیر میکنیم. شما اسم کلمه رو عوض میکنی کاملا خودت... درسته آخه کاملا درست میگن. ببینید اسم کلمه رو عوض میکنی که خودت راضی باشی. نه اگر... نه آخونده درست میگن، اگه میگن ما تدبیر میکنیم درستن تدبیر میکنیم. البته من به شما عرض کنم این تدبیر آخوندی نیست که جمهوری اسلامی رو حفظ کرده. بله. من اون تصویر رو به شما دادم اول که بدونید در پس پرده چه دست هایی در کارند، که بدونید ما چرا 37 ساله داریم دور خودمون میگردیم، بدونید چرا شاهزاده پهلوی به اصطلاح در حصر، در حصر در امریکا یه دفعه برادرش خودکشی میکنه، بدونید چرا شاهزاده رضا پهلوی. آقای سعیدی ببین شما اگه بخوای کلمار من، آخه چه حصری، چه حصری آقای رضا پهلوی موجوده؟ آقای سربی عزیز شما فکر میکنید این همه فرصتی که در این 37 سال وجود داشته، اگر اراده‌ای وجود داشت در پس ذهن قدرتمندا که جمهوری اسلامی رو بردارند، آیا قادر نبودند که یه اطلاعیه از طرف پادشاه شاهزاده رضا پهلوی رو بدن یه نفری بخونه که میتونه باد تو گلوش بندازه مثل شهرام همایون؟ عقلشون نمیرسیده. ببینید اگه ما حتی اون تئوری دسیسه رو ول کنیم و به قول شما بگیم اصلا دسیسه‌ای در کار هست، حتما اینجوری که شما میگی آقای شاه از بالا نگاه میکرده، آقای رضا پهلوی هم چون پسر ایشون بوده و آموزش های لازم رو دیده، ایشون یه مقداری از من و شما از بالاتر نگاه میکنه. چرا آقای رضا پهلوی نمیاد بگه آقا واقعیتو میدونه، میدونه که اگر دستش از پاش، یعنی دست از پا خطا بکنه و از خط قرمزهایی که بهش دیکته شده عبور بکنه، او رو هم خودکشی میکنن. بله، پس برای اینکه منافعشون رو نگه دارن حاضرن ایشون هم تدبیر کنه، تظاهر کنه، سب کنه. آقای سربی عزیز به قول معروف میگن بهترین هواداران هر طرز فکر و هر کسی تبدیل میشن به بدترین دشمنان او، چنان که حس بکنن که او به اندازه کافی از خودگذشتگی نداره، عمل نمی کنه. من این رو به حساب این میذارم که شما بهترین هوادار به اصطلاح
نجات ایران هستید و دنبال کسی میگردید که از خودگذشتگی بکنه و این کار رو بکنه بیفته جلو. من اینو به این حساب میذارم. این همه قیز و به اصطلاح جهتگیری متعصبانه شما رو به این حساب میذارم. به این دلیله که به راحتی اون رو تحمل میکنم و همچنان به شما ارادت دارم. ممنونم از شما. گاهی اوقات هم من دچار این قضیه میشم، عصبانی میشم، ولی این واقعیت رو باید بپذیریم. ما یه فرصت طلایی تاریخی رو با دست خودمون از بین بردیم. جبران اون و برگشتن به نقطه صفر امروز بدون تعارف بهتون بگم که در این شرایط غیر ممکنه. غیر ممکنه. بله. خب این گروه من نشون دادم اون علامتشون رو، روم کلاب یا باشگاه روم، یا اون یکی دیگه که گفتید بیلدربرگ، هیئتی بودن، جمعیتی بودن. اگر ما باز قبول داریم که اونها هستن، اونها تصمیم میگیرن و ضمناً چون اونها بالاتر نشستن بهتر میبینن، پس مثلا شما چرا الان نگرانی که یه فرصتی رو از دست دادیم؟ باید وایسیم هر وقت اونها گفتن ما هر کاری اونها گفتن انجام میدیم و نه ما نمی کنیم این کارو. ما طبیعیه به عنوان یه ملتی که رو دست خوردیم و امروز یه بخشیمون آواره شدیم، یه بخشیمون هم در داخل کشور در رنج و تعب هستیم، چون سرنوشت ملت ایران افتاده دست یک مش اوباش، یه مش اوباش در لباسهای مختلف حاکم شدن به سرنوشت ملت ایران و ابزار کامل در اختیار دارن، حمایت‌های بین‌المللی از اونها انجام میشه. چرا؟ برای اینکه عملکرد این اوباش در خاورمیانه باعث شده که به اصطلاح مکنده‌های دلار کارشون رو راحت‌تر انجام بدن. ببینید وقتی در یه منطقه ثروتمند آشوب به وجود میاد، دو اتفاق برای از ما بهترون، دو تا اتفاق خوب میفته. اول اینکه از ما بهترون شروع میکنن به این آشوبگرا اسلحه فروختن. ولی اتفاق مهمتری که خیلی هم سودمندتر از اتفاق اوله، یعنی فروش اسلحه، در فرار دلاره، در فرار پوله. وقتی آشوب به وجود میاد دلارها فرار میکنن، میرن به جای امن، یعنی دامان آقایون. آقایون هم اگر این دلارهایی که اومده جذب سیستمشون شده، اقتصادشون رو نجات داده یا داره نجات میده رو در خطر ببینن، هزار یک پرونده سازی خواهند کرد تا این دلارها همچنان محبوس بمونه در سیستم مالیشون. این پولها برگشت ناپذیره. هر دلاری که از یک کشوری منتقل میشه به کشور دیگه، این به نظر من به طور عملی برگشت ناپذیره. بنابراین اون اتفاقی که در کشور ما افتاده، آقای صرفی عزیز، آقایون انجام میدند، تلاش میکنند که از به اصطلاح نادانی ما بهره برداری کنند و همچنان این شرایط استیبل نگه دارند. ولی این به اون معنی نیست که ما تسلیم بشیم و همین اندازه که ما واقعیت ها رو بشناسیم. من دفعه پیشم عرض کردم آقای صربی، مگر اینکه اختلاف بین این قدرتمندها بالا بگیره و در جریان بالا گرفتن اختلاف بین اونها یه فرصتی ایجاد بشه. البته اونجوری که شما گفتید و ما رو ترسوندید از اینا اینقدر زرنگ هستن که هیچ وقت با هم اختلاف پیدا نمی کنن. ممکنه. آفرین. اصلا زدید به نقطه مهم. شما ببینید نظام ایران در زمان بعد از مرگ خمینی یه چرخشی به سمت روسیه میکنه. امریکایی ها ببینید، بذارید من یه نکته دیگه هم در رابطه با اشتباهات دوران پادشاه ایران بگم که چه اشتباه تاکتیکی کرد پادشاه ایران. یکی از دلایل عمده که باعث شد نظام پهلوی سقوط بکنه این بود که پادشاه ایران به این نکته توجه نداشت که ایران جلوی دنیای سرمایه داریه. تحت هیچ شرایطی دنیای سرمایه داری اجازه نمیده که اتحاد جماهیر شوروی دست اندازی نظامی به ایران بکنه و ایران
در واقع بیمه حضرت عباس بود. پادشاه به این نکته توجه نداشت و خیلی خاضعانه و ساده لوحانه غربی ها رو بهشون اعتماد کرد. البته اون اواخر ایشون واقعا شیرمردی از خودش نشون داد، اونا رو تحقیر کرد، تهدید کرد، ولی عملا ته دلش خالی بود پادشاه از مردم، که یه جوری خودشو دور کرده بود، خود سینه‌شو سپر کرده بود، خودشو انداخته بود جلو در جهت منافع ایران، در حالی که پشتش خالی بود، حامی نداشت. ساواک اون اختناق رو در ایران به وجود آورده بود، همون ساواکی که من عرض بکنم اینو بهتون که همزمان با اون جریان افغانستان و مدرسه هایی که در پاکستان را افتاد، ساواک اومد حسینی ارشاد رو در ایران را انداخت. چرا این کار رو کرد؟ برای اینکه میدید که چطور مذهبی های افغانستان دستشون خالیه در مقابل ایدئولوژی مارکسیستی و به طرف اونا جذب میشن. اینا اومدن این کار رو در ایران کردن که یک هویت انقلابی به مذهب شیعه بدن و در واقع جوانهای ایرانی رو که در مقابل ایدئولوژی مارکسیست بیدفاع بودند صاحب یه ایدئولوژی انقلابی بکنن. اومدن تشیع سرخ رو به وسیله شریعتی مطرح کردند و این که خود اسلام همه چیز درش هست و همه این شعارهای چپی توی اسلام هم هست. اون گل سرخی هم یکی از به اصطلاح ساده لوحایی بودش که توی این دام افتاده بود. و خیلی آقای سعیدی، این حرف شما رو دکتر حسین نصر هم که خودش در برنامه های ساخت و ساز اون مسجد بوده و اینها تایید میکنه که حتی مبل و نمیدونم وسایل اونجا رو هم از ساواک پول گرفتن و به اصطلاح خرج کردن. خیلی ممنونم. آقای سوری، من به همین دلایل از شما خوشم میاد. آدمی هستید، آدمی هستی دنبال حقیقتی، ولی بیارم بهت گفتم افسوس که مسمومت کردن. آقا راجب مسموم کردن گفتی، من یه سری صحبت دارم راجب دوستانی که دنبال این خوراکای ارگانیک میگردن، امیدوارم شما گوش کنی اگه خواستی بعد تو هفته‌های آینده در این مورد صحبت کن، مخصوصا شما که توی شما ایالت واشنگتن هستید. نه بله همینطور، ایالت واشنگتن میشه گفت یکی از تمیزترین ها هست از لحاظ این که حق با شما. بله. حق با شما. آره در این مورد اگه دوست داشتید صحبت کنید. خب بازم ممنونم از شما، من باز ساکت میشم اگه صحبت دارید بفرمایید. والا نمیخوام چونه درازی بکنم آقای سوری. میدونید این حرفایی که من میزنم سالها و زمان طولانی در کلنجار شخصی خودم با اصطلاح اطلاعاتی که بهشون دسترسی پیدا میکردم تو ذهنم شکل گرفته. خوب هست که به جای چونه درازی من سرنخ فقط بدم، بقیه مسائل به عهده شنونده است. بسیار ممنون. آقای بره تحلیل بکنه و واقعیت ها رو ما بشناسیم. ما ایرانی ها تفکر ماتریالیستی پیدا کنیم، این دنیا رو به شکل واقع بینانه نگاه بکنیم بهش. و ضمناً به این نکته هم توجه کنیم، اگر ارزش ها رو ارزش های گذشته رو نادیده بگیریم، انسان هایی که تلاش کردن تو کشور ما، در زمان پهلوی ها میلیون ها ایرانی تلاش کردند آقای سوربی تا این کشور به اونجا رسید، آدم های بسیاری از خودشون مایه گذاشتن، اگر ارزش کار اونها رو نادیده بگیریم و بخوایم همه چیز رو لجنمال بکنیم، آیندمون رو لجنمال کردیم. من بسیار از شما ممنونم، درست برعکس دوستان دیگه‌ای که فکر میکنن فقط آقای رضا شاه بوده و شاه بوده که ایران... نه خیر، اونا سمبول ها بودن، اونا آدم هایی بودن که در رأس قرار گرفتن و ما شانس آوردیم، اونا آدم های با حسن نیتی نسبت به ایران بودن، فقط همین. بله آقای سعیدی، من ایمیل شما رو در حین صحبت کردن گذاشتم، یه بار دیگه الان میذارم، ایرانیان تیوی 243@gmail.com. اگه شما لطف کنید تا برنامه بعدی یک گوگل وایسی هم بگیری که هم تکست
هم پیام هم تلفن دوستان بتونن به شما بزنن، من ممنون میشم و امیدوارم بله آقای صحبی امیدوارم بتونم نه در برنامه به خارج از برنامه یه روزی مستقیم با شما صحبت کنم. یه سری سوالاتی دارم، شاید شما بتونید به من کمک کنید راجع به اون. باش. حالا نمیدونم کی مقدوره من شما پنج شنبه ها آزادترم و در خدمتون خواهم بود. با چه شماره‌ای میتونم همین 202 تماس بگیرید، حتی اگه نباشم زنگ بزنید، پیغام بذارید، بلافاصله تا میگیرم بهتون زنگ میزنم. بسیار خوب. ضمناً امیدوارم اون دوستی که میگفت این آقای سعیدی پرت و پلا میگه به درد دلهای امروز من گوش کرده باشه و یه سرنخی دستش اومده باشه. براتون فرستادم اون نوشته ها رو، لطف کنید ایمیلتون اینا رو این مقداری فعالتر باشید. بله دیدم، متشکرم. مرسی. و اگر اینا رو هم میبینید بعد بهشون جواب بدید، دوستان تشویق میشن که باز. نه من دنبال اون نیستم که با اشخاص کلکل بکنم. بله بله. ولی میخونم و احترامم قائلم برای نظر همه. بسیار ممنون از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. برای شما هم همینطور آرزو. امیدوارم که نوه کوچولوتم به اصطلاح سرزنده و شاداب همیشه روحیه بهتون بده. خیلی ممنون. منم امیدوارم خانواده شما همشون در کمال شادی و سلامتی باشن. مرسی. خداحافظتون. به امید دیدار. خب دوستان عزیز، با آقای سعیدی بودیم. ایشون ایمیلش هست، یه بار دیگه بهتون نشون بدم، ایرانیان تیوی 243، به انگلیسی میگن ایرانیان تیوی 243 @gmail.com. باشون از طریق ایمیل تماس بگیرید، یا اگه براتون مشکله تنبل هستید، ایمیل ما، شماره تلفن ما، فیسبوک ما هست و میتونید تماس بگیرید. آقای سعیدی گفتم که راجب ارگانیک صحبت میکنم. میدونید که الان چند سالی هست خیلی تبلیغ میشه، خیلی ها اصلا زندگیشون عوض کردن، از نمیدونم گوشتخاری رفتن به گیاهخواری، از گیاهخواری رفتن به خامخواری و انواع و اقسام مختلف پیدا کرد. یکی از چیزایی که توی این ماجرا خیلی الان پولساز شده برای بعضی ها، مثلا هول فود و نمیدونم فرش فود و از این اوضاع و احوال، این ماجرای ارگانیک. حالا ارگانیک به چی میگه؟ به چیزایی که برمیگرده به اون روش های قبلی، حالا یا 200 سال پیش یا 1000 سال پیش یا 100 سال پیش. مثلا شما میری یه جایی نوشته که این گلابی ها ارگانیک، میبینی اولا هر کدومش یه اندازه، یکش کوچیکه یکش بزرگه، بعد درست همون مثل ایران 40-50 سال خودمون، یکی زشته یکیش بغلش اصلا کرم داری میبینی، کرم هم داخلش. چرا؟ چون ادعا میکنن ما به این نه کود شیمیایی دادیم که بزرگ بشه، نه جی ام او میگن، چی میگن که به اصطلاح جینش رو عوض کرده باشن یا ژن اون میوه و یا خوراک و یا هر چیزی رو عوض کرده باشن. بعد بهشون هورمون نزدیم، اگر گاو و گوسفند و این چیزا باشن. بعد وقتی این درخت بوده یا هر چی بهش سمپاشی نکردیم. یعنی ببخشید، خب بشر این همه سال زندگی کرد، آمد جلو به جای کود معمولی کود شیمیایی رو درست کرد، به جای این که نمیدونم اون وقتا آب و چایی درست میکردن میریختن رو این چی میگفتن درخت‌ها رو، میگفتن شته زده یا نمیدونم در صورت، خب به جای این یه سمی درست کرد، پیس پیس میزنیم، بعد میگفتن این سمه برای این حیوانه میکشتش ولی برای آدمه خوبه. حالا البته بماند که به یه جایی رسیدیم که یه سیبی رو میگه این سیبه رو یه واکسی میزنن روش، یه موم میکشن روش، تا یک سال اگه میذارن اینجا هیچ تغییری نمیکنه. برسیم به یه روزی که میگه شما فرنچ فرایز مکدونالد اگه بخری ببری بذاری تو گاراژ، حتی اگه گاراژتون موش داشته باشه موش نمیخوره اینا. بعد الان بذار برو سه هفته دیگه بیا فرنچ فرایز همینجوری با همون قیافه است. اینه که حالا آدم ها گیج شدن، نمیدونن چه بایدشون کرد. اینایی که خیلی تون، من یادمه چند مدت پیش به یه دوستی گفتم که میخوام این گوشتخاری رو ول کنم، گفت آقا اشتباهی که من کردم نکنی. یا گفتم شما چه اشتباهی کردی؟ گفت من یه دفعه قطع کردم رفتم به طرف وجتبل و گیاهخواری و حبوبات و اینها، و بعد از یه مدتی دردهای مختلفی آمد سراغم.
که وقتی رفته دکتر این دوست ما بهش گفته که اشکال شما اینه و اگه میخوای بکنی عوض، همینجوری که ما میگیم دندونامون اینجوری شده برای که ما گوشتخوار شدیم عوض شده، نمیدونم نوع معده و اینهامون عوض شده، نمیدونم چهار دست پا بودیم دو دست پا شدیم، که البته آقای افشارا قبول ندارن، اون روزم یه سری انتقاد کردن، منظورشون آقای یزدان خدابندلو بود. و هر کسی حالا هر چیزی باور داری، بالاخره شما اگر یه کسی عادت کرده باشه 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال، ماها از یه سال و نیم دو سالگی دیگه خوراک معمولی بهمون دادن دیگه، برنج بوده، گوشت بوده، برنج پخته بوده، نمیدونم گوشت ماهی بوده، گوشت مرغ بوده و اینها. حالا یه دفعه 60 سال بدنت عادت کرده، یاد گرفته از این نوع خوراک این ویتامین رو بگیره، از این نوع خوراک این نمیدونم گلبول سفید و گلبول قرمز و اینا رو درست کنه، که بالاخره یه دفعه شما این سیستم رو میریزی به هم، مثل اینکه شما بگی من دیگه نمیخوام بخاری روشن کنم و همین امروز دیگه بخاری روشن نمیکنم، میگن آقا خانم شما بخاری رو اگه میخوای دیگه استفاده نکنی روزی یک درجه بعد چیزشو بیار پایین، اون تنظیم کنندش و یا اون قسمتی که باهاش درجه، اگه مثلا میذاری رو 68 هفته دیگه هفته یه درجه بکنی 66 65، اینا و الا اگه یه دفعه اینجوری کنی ممکن اصلا سنکوب نه چی میگن سینه پهلو کنی بمیری. در هر صورت من دیدم و حتی خودم شاهد بودم که یکی از دوستان ما کارش به امرجنسی روم کشید برای اینکه یه دفعه ماهی، باید ماهی سمن آلاسکا، اونم نه ماهی که با موج آب میره تنبل شده یا یاد گرفته خرسا نخورنش، ماهی که هنوز هم در خلاف جهت آب میپره و خرسا میخورنش. اوکی، این ماهی رو گرفتید دادید بشه. مرغ، مرغی که تو قفس هست سه روزه یه دفعه میشه 5 پوند و 6 پوند، نه، مرغی که آزاد همینجوری میچره توی مزرعه بهش میگن کیج فری، یعنی محبوس یا حبس شده تو قفس نیستن دیگه. چی؟ سبزی آلات ارگانیک، یعنی اینا نه کود شیمیایی بهش زدن نه سم زدن. خب اینه که یه دفعه شما بر میگردی به همون سیستمی که سیبه رو که دندون میزنی یه دونه کرم هم داخلشه، پروتئین هم داره، کرم بد نیست، اینا که عرق خورن میدونن تو تکیله ها اون موقع یه دونه کرم مینداختن. خب ببینیم که پرویز چی میگه. میگه که جاده ها و یخچال های باربری کشتی های اقیانوس پیما جایگزین زمین های کشاورزی شدن. خب اینم یه صحبتیه، باریکلا راست میگه. شما الان در هر فصلی برو فروشگاه، هندونه داره، انگور داره. حالا وقتی که فصل تابستونه چون مال اون محصولات محلی هم میاد، هندونه ها یکم ارزون تر میشه، ولی بعدش هست هندونه شما میخری، مثلا اون موقع هندونه انقدر میداده 4 دلار، ما اولای که اومدم آمریکا یه هندونه انقدر میخریدیم 1.99 دلار، کالیفرنیا که دیگه همه چی ارزون بود. الان دیگه اولا از اون هندونه ها نیست، همشون رو مثل که گرد کردن که تو این کارتونا که میذارن جاش قشنگ باشه. انقدر میخری 4 دلار 5 دلار 6 دلار، کیلویی بهت میفروشن هندونه رو، کات میکنن، قاش میکنن، قاچ میکنن به قول تهرونی ها، و پوندی یا کیلویی به شما میفروشن. ولی این دوستمون راست میگه، میگه الان کشتی بار میزنه از فلان قاره، از فلان جا که تابستون اونجا، محصولات اونجا رو برمیداره میاد برای شما، میشه مثل مزرعه روی آب. ممنون و متشکرم از این دوستمون، و بازم ممنون از آقای سعیدی. من میدونم هر چی که آدم بیشتر میخونه، بیشتر مطالعه میکنه، بیشتر آگاه میشه، یعنی آگاه تر میشه، حقیقتا سوالات بیشتری براش به وجود میاد. همینه که آقای سعیدی، اون توفیق مینوشت بیچاره سعیدی که گرفتار عقل شد، خوشبخت سربی که خر آمد الاغ رفت. اینه که بعضی از دوستا وقتی بهشون یه چی میگی میگه آقا ولش کن، من که تصمیم گیرنده نیستم، پس چرا اعصابمو خراب کنم؟ و یکی هم مثل شما که میاد میره تحقیق میکنه،
همین اشکالا پیش میاد. مثلا شما راجع به آقای رضا پهلوی که اینو میگید، اگه از شما سوال کنم هیچ وقت تماس گرفتی بهش بگی آقای رضا شما که میدونی این باشگاه ها هست، این تئوری چیز نه، دسیسه نه، این دسیسه بازی ها هست، پدر بزرگ تو اونجوری، پدر تو اونجوری، آقا بیا به مردم بگو که من آقا به خاطر این مسائل نمیخوام. و شما فکر میکنی بهش میگن ویزای آمریکا تو ازت میگیریم، خب بلند شو به جنوب فرانسه، مگه اینا خونه ندارن، زمین ندارن، زندگی ندارن؟ اینجوری نیست، اینا به خاطر منافعشون چسبیدن که بلکه شاید یه روزی به قول شما که میگی اونا دیگه از آخوندها خسته بشن برگردن باز به اینها. نمیدونم، من دلیلی که از شما دعوت میکنم، بارها هم گفتم خوشحال میشم که بیاین صحبت کنید، اینه که یه قسمت دیگه، یه امکان دیگه هم به اصطلاح دری رو باز میکنید که میگید آقا مثلا اینا اصلا یعنی هیچ کاره بودن، فقط میتونسته یه تغییر جزئی بده توی این کارا. حالا اون تغییر جزئی کافی بوده؟ از نظر من نبوده. اگه بود اقلا میتونستن خودشون رو نگه دارن، مملکت بهتری باشه، اونی که میاد میخوره میبره اسلحه میخواد بفروشه دیگه اقلا داغونمون نکنه. حالا که قرار پوله رو بدیم، من باور کنید دوستان، نمیدونم میخواین بخندید میخواین نخندید، به دخترم به پسرم گفتم اگر داری میری یه جایی میخوای از ATM اتوماتیک نمیدونم تلر ماشین هرچ پول بگیری، یه نفر اومد گفت که کیفتو بده پولو بده اینها، همه رو بهش بده، کیفت اصلا بنداز اون ور، اون میره اونجا، شما فرار کن بریم. وای نسا برای 100 دلار 200 دلار 1 دلار 10 دلار دعوا کن با کسی که این هیچ چیزی تو زندگی نداره که ببازه از دست بده. ببین شما الان نوشته های اردشیر زاهدی رو بخونید، خب خود این افتخار میکنه این صمیمی ترین دوست شاه بوده، حتی وقتی دختر شاه رو طلاق داده این باهاش دوست بوده. خب این نشون میده شاه علاقه به اون دختره نداشته، ولی اگه علاقه به اون دختره داشت با این آزادمنشی هایی که من و شما فکر میکنیم شاه باید میداشته، میگو آقا دختر گیرم اومده، به چه خوب، وقتی ایشون دختر گیرش اومد انگلستان ملکه داشت، کشورهای دیگه پادشاهان زن نمیدونم حالا داشتن یا نداشتن، ولی بالاخره بعد تاریخ ایران که میگه آقا ما نمیدونم قبل از جاهای دیگه پادشاهان زن داشتیم، که بعد آقای مینوی گفت آقا برای که مرد نبوده، مردا این شاه 17 تا برادر خودشو میکشته، مادر بزرگی نوه های خودشو کور کرده، هیچ مردی نبوده، دو تا زن آمدن نمیدونم شدن رئیس نیرو دریایی و فلان اینا. اشکاله، اشکالم کجاست؟ اونجایی که شما این دوستی و علاقه و احترام بهتون اجازه نمیده بگید آقا شاه آدم متظاهر و دروغگویی بود، میگید متظاهر و مدبری بود. همچین که این کلمه دروغگو رو شما عوض میکنید با مدبر، سربی هم میپره جلو میگه خب آقا پس چرا میگی آخونده دروغگو هم، آخونده هم مدبر هم. توی ریاضی شما اگه گفتی x2 y3 هر جا x به اضافه y کنی میشه 5، نمیتونی توی همین صفحه بگی y4 پایین تر بگی y3 هست. این کاری که متاسفانه منم میکنم، شما هم میکنی، و اگر روزی این کارو نکنیم ممکنه اون وقت این کتاباری که میخونیم قشنگ من و شما به هم دیگه بگیم آقای شاه شما که میاد به مردم درس اخلاق میدی، خب زن داری و تو اتاق اونورید خانم طلا رو نگه میداری، خب اینی که مردم جوک میسازن میگن فره وقتی در زدی شما گفت کیه، گفت ما، میگه امشب خسته هستم یکی یکی بیاد. چرا؟ برای که شاه آقا زن نمیخوای، زن تو طلاق بده، یه حقوقی هم بهش بده بره کنار. شاهی که میاد مینویسه فرزند کمتر آسایش بیشتر، حق نداره خودش 4-5 تا بچه داشته باشه که ما میدونیم چند تا بچه داره که ما نمیدونیم. خب نمیخونه عزیز من، والا بلا تلا هرچی بگی، منم یه مدتی مثل شما طرفدار اینها بودم. آقا همه بودیم، کلاس اول دبستان اولین کتابی که بهمون میدن، که البته بعدا معلوم شد این کتابا توی بلژیک و اینها چاپ میشده،
اولین کتابی که به اون میدن این صفحه اولش که باز میکردیم، حالا توانا بود هر که دانا بود، زیرش عکس شاه بود، صفحه دومش عکس زنش و بچهش و اینا بود. همه شاه پرست بودیم، همه شاه اللهی بودیم، خودشون خراب کردن. آقا همین رضا کوچولو رو نگاه کن، ماشاءالله هنوز این بچه 5 سال است، هنوز 4 نفر آدم سعیدی رو زنگ نمیزنه هفته یه بار بگه آی سعیدی شما که دنیا رو داری زیر ذره بین نگاه میکنی من چه کار کنم. نمیگم اون کارا رو انجام بده، از شما مشورت بگیره، از اونم مشورت بگیره. از اون رفته با کی؟ با خانمی که سر این خانم میدونی قرار اصلا خانم خودش از خونه رفت بیرون، حالا دیگه با وساطت فرح خانم و لابا فرهم رفته گفته بابا بیا من برات بگم. این باباشم همینجوری بود، باباشم 7-8 تا دوست این ور اون ور داشت، ولی من زرنگتر از تو هستم، چرا بلند میشی ول میکنی میری؟ باشه تو هم کار خودتو بکن. که آقای حیدرعلی شهبازی توضیح داد که با اون سکیوریتی های آمریکایی تو استخر چه کار میکردن، همین خانم رضا پهلوی نواراش، نوار آقای چیز هست، من ندارم، تلویزیون رنگارنگ داشت، بعدم مهران صدری. کسی از مهران صدری خبر داره؟ مهران صدری اینجا معروف شده بود به جیگولوی یائسه، یعنی دیگه پیرمردی که هنوز فکر میکرد این 25-6 سالشه، با فروختن خودش به خانمها میتونه زندگیش بگذره. بعدم نمیدونم ایران میرفت برمیگشت، کالیفرنیا رفت، دیدم با اون تلویزیون آقای حمید فرهنگ یه مدت کار میکرد که تلویزیون حمید فرهنگ فروختش به آقای هوشیار نژاد، شد عصر امروز. آقای هوشیار نژاد هم به شوخی میگفت این به ما انداخت و رفت. اگه کسی از مهران صدری خبر داره، نوارای آقای حیدرعلی شهبازی مأمور حفاظت شاه و بعدم معلم کلاس کنگ فو نه اون یکی دیگه چیه، تکواندو رضا پهلوی و مأمور حفاظت از خانواده رضا پهلوی، آخرم رضا پهلوی پولش خورد. بعد سر ماجراهای آقای احمدعلی انصاری، رضا پهلوی رفت 60,000 دلار داد به اونها، گفت شما نیاین دادگاه، که به نظر من این کار زشت و چی میگن، بالاخره چی بگم، والا هر چی بگین یکی دیگه از اون دلخورش. دوستان 7-8 دقیقه ما دیگه امروز ساعت 4 اینا برنامه داریم، خیلی خوشحالم. دوشنبه ها اگه آقای سعیدی عزمشو جذب کنه ساعت 3 بعد از 2 با سوربی هستیم، 3 با آقای سعیدی. چهارشنبه ها 2 با سوربی هستیم، 3 با آقای یزدان خداوندلو و 5 بعد از ظهر با آقای پرویز مینویی. جمعه ها 3 با سوربی هستیم، 2 با سوربی هستیم، 3 با آقای دکتر کاظم افشارها از کانادا که این جمعه استثنان ایشون در سفر هستن و گفتن میرن پاریس، با آقای دکتر نصر احمدی خواهیم بود. شما هم بذارید دارتون بیارم در خودش به موقع آمد، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. خیلی ساده است، یه تبلیغی بود سالها پیش میگفت اگر شما تلفن داشته باشید شما وکیل دارید، یعنی با تلفن زنگ بزنید ما رو استخدام کنید میشه وکیل. اگه شما یه تلفن داشته باشید، یه کامپیوتر داشته باشید، ایمیل داشته باشید، میتونید تلویزیون خودتون، برنامه خودتون رو داشته باشید. میخواستم یه 7 دقیقه زودتر برم، ولی بذارید بازم بخونیم، شاید یه چیزی حالیمون بشه. این عکس جالب رو من نشون دادم، فقط دنبال اون چیزی میگردم که راجع به خامنه ای نوشته بودن که میگفت نمیدونم یکی از همکاراش یا فامیلاشو سوار کردم و اینها، و خب منم ممکن سوار یه ماشینی بشم بعد بگم که آقا من برای رضا پهلوی کار میکردم، دیروز اینجوری کرد اونجوری کرد، چجوری میشه بفهمیم؟ بله، برای ثروت ایرانیان مقیم خارجه نقشه کشیدن. این کارو سال 2004 هم یه بار آقای رفسنجانی کرد، گفت آقا شمایی که آزادی اجتماعی میخواستی، آدمی نکشتی، کاری نکردی، رفتی پناهنده شدی، حالا شما میتونی برگردی بیای، ما باهات کاری نداریم، ضمناً پولاتم بیار اینجا یه شرکتی راه بنداز. و خیلی ها رفتن شرکت راه انداختن، رفتن یه چی میگن باج میدن یه زمینی گرفتن، خوشحال شدن زمین گرفتن، رو زمینه ساختن. بعد سپاه پاسداران اومد هم زمین و هم خونه رو ازشون گرفت.
این دوستمون شهرام نوشته برای من این فرستاده از باز ایران پرس نیوز، برای ثروت ایرانیان مقیم خارجه نقشه کشیدن رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور مجلس با بیان اینکه بین 5 تا 6 میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم گفت اگر بتوانیم 60 تا 70 میلیارد دلار از منابع ایرانیان خارج از کشور را در داخل سرمایه گذاری کنیم شاهد جهشی اقتصادی خواهیم بود. به گزارش فارس، حجت الاسلام المسلمین علیرضا سلیمی رئیس فلان جلسه‌ای در وزارت امور خارجه با معاونان این وزارتخانه در خصوص ایرانیان خارج از کشور، همینه که گفتم خدمتتون گفت. و حالا ببینیم کی به اصطلاح ساده لو باشه و بره بیفته توی دست اینها. ببینم که این پیام کی بوده که گذاشتم اینجا. ببینم سلام، بله این پیام رو پخش کردم. و آقای سعیدی اگه برنامه جمعه رو نگاه کنید، خانم ماندانا درباره شما هم صحبت کرده. بعد توی فیسبوک اگه نگاه کنید، خانم نیر درباره خانم ماندانا صحبت کرده. و نترسید از کلکل و اینا، اصلا حسن برنامه همینه که به اصطلاح این یه چیزی بگه، من از اون چیزی که گفته یه فکری به مغزم برسه بیام صحبت کنم. این میشه گفت و شنود. من نمیدونم این کلمه کلکل رو ما قبل از انقلاب نداشتیم. حالا این بار منفی داره، بار مثبت داره، چون بعضی هم میسن اگه وقت داری با هم کلکل کنی. من نمیدونم خوبه بده، نمیدونم. این کلمه ها رو بیشتر بعد از انقلاب استفاده میکنم. خب ماجرای فیلیپین و اینکه رئیس جمهورش یاوو ورش داشته بود و اینها، الان آقا فهمیده، فوری گفته بابا من منظورم این نبوده، منظورم اون بوده. حالا داره یک کمی با گفته‌های خودش بازی میکنه و میگه که این شخص فراگیری را میخواهد تغییر دهد. این این درباره دونالد ترامپ که من اصلا بهتون گفتم، یه بار دیگه هم اعلام میکنم، من نه رأی میدم، این بار فقط رأی محلی، نماینده نمیدونم شورا کی باشه، نماینده مجلس کی باشه، اون رو چون فکر میکنم هنوز یه مقداری میتونه به اصطلاح میتونیم اثرگذار باشیم، تأثیر بذاریم توش. خب میگه که نتایج ضربه دوم ترامپ به جمهوری خواهان، نتایج یک نظرسنجی جدید در آمریکا میگه جمهوری خواهان نه تنها ممکن است به کاخ سفید راه پیدا نکنند، بلکه احتمال دارد به دلیل رفتارهای ترامپ کنگره را هم از دست بدهند. چه فرقی میکنه این کنگره تا حالا کی کجا برای من و شما کار کرده؟ آقای مهدی تبریزی بازی یه چیزی برای ما فرستاد، متاسفانه ایشون هم مثل آخونداست، فقط میگیره جواب نمیده و منم دیگه کاری به کارش ندارم. دوباره از همین نمیدونم 26 هر ماه 26 دلار بدید برید یه جایی، بعدم میگه مسابقه میذاریم، هیچ که نمیدونه چجوری، خیلی هم زحمت میکشه، 10 نفر 15 نفر میرن، ببخشید اینو میگم، این ضرب المثله، اون وقت خر خسته خدا ناراضی. دوستان عزیز، قبل از برنامه من برنامه رادیو کیان ایران بود از سوئد، آقای سرهنگ فرهومند، برنامه هاشون رو ما هر روز پخش میکنیم. جمعه های برنامه دارن به نام آدینه شب و اون رو ما پخش میکنیم برای ویکند. شما هم میتونید باشون تماس بگیرید، شماره مستقیم دارن، وبسایت دارن، ایمیل دارن. و من فکر میکنم اگر کسی از شما مایل هست برنامه داشته باشه تو تلویزیون، اولین قدمی که برمیداره یه ایمیل اکسترا درست کنه، یه تلفن اکسترا یا فوق‌العاده یا اضافی بگیره برای این کار که زندگی خصوصی خودش کنار باشه، هر وقت وقت داشت بشینه اون ایمیل و تلفن و تکست و اینا رو که مربوط به برنامه‌اش هست انجام بده. در هر صورت این چیزی که من بعد از 18 سال تجربه میتونم به شما بگم، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. امیدوارم ملال نباشه و هر کسی حرفی داره، مخصوصا اونایی که مخالف من هستن، میتونید تماس بگیرید صحبت کنید. اینی که آقای افشارها برنامه داشته، شما بشید برو بهش بگو و اون لحجه ای از نمیدونم مال اون وقتا تو شیراز میگفتن مثلا این مال شیشگریه، تهران میگن
چاله میدونی. برو به عشق بگو اولا من نوکر بابات نیستم، نوکر بابات شکل خودته، قیافت تو آینه نگاه کنی شکل شماست، از همین شما شکل اون هست. دوما آخه احمق، کجای دنیا یه نفر یه برنامه رو نگاه میکنه اون طرف که اومده صحبت کرده ابراز عقیده کرده، شماره تلفن داده، ایمیل داده، تو یه احمقی به مجری برنامه زنگ میزنیم یک بار بهش بگو میخواستم اصلا راجبش صحبت نکنم، ولی امیدوارم باز یه جایی یه دفعه تو بگی آقا بابا اینم درست میگه، منم آدم بشم. آدم شدن خیلی خوبه، دکتر شدن، مهندس شدن چه آسون، آدم شدن، انسان شدن چه مشکل. ولی مشکلم نیست خداییش، مثل هر راهی قدم اول که برداری آدم میشی انشاءالله یه روز. روز روزگارتون خوش. برنامه ها رو پی میگیریم به ترتیب اجرای نقش آقای یزدان خداوندلو، آقای مینویی، دکتر افشارا، آقای سرهنگ فرهومند، کانون آوا، و شما هم به زودی به ما بپیوندید. دوستان فیسبوکی خدا نگهدارتون، به امید دیدار. و دوستان تلویزیونی مردم، این ویدیو تا یک ساعت دیگه روی یوتیوب هم هست. کافیه بنویسید سوربی یا بنویسید سوربی با مردم، اونجا میاد دیگه. چه کار کنیم، از این آسان‌تر راهی بلد نیستیم. مرسی، متشکرم که وقتتون رو با ما تلف کردید. تلویزیون تماشا کردن وقت تلف کردنه، وقت گذراندنه. اگه میخوای از وقتت استفاده کنی در چه جهتی میخوای استفاده کنی؟ در جهت بهبودی سلامتی برو ورزش کن، در جهت نمیدونم فرا گرفتن علم برو درس بخون. پس شما اینجا بودید چون میخواستید وقتتون رو تلف کنید و من ماهرانه استادانه وقتتون رو تلف کردم. به خاطر این مهارت، به خاطر این استادی لطف کنید تلویزیون مردم رو حمایت کنید. مرسی، روز روزگار بر شما خوش.